خب سلام عرض می کنم خدمت همه دوستان و حاضرانی که در زوم در اینجا حاضرند و عزیزانی که در فیسبوک ما رو میبینند امشب در جلسه ای نمیدونم چندم بنده از برنامه دیتا گیرندند در پملاکی بریتانیای کبیر و آقای دکتر خداداد بزاخانی از شهر لایدن در هلند در خدمت شما هستیم و مستمع فرمایشات آقای دکتر خدازاد رضاخانی هستیم با عنوان آسیای غربی در قرن هفتم میلادی از ساسانیان تا خلافت اسلامی آقای دکتر رضاخانی تاریخدان اواخر دوره باستان در دانشگاه لایدن نویسنده کتاب شرقی کردن ساسانیان آسیای مرکزی در اواخر دوره باستان هستند که در دانشگاه ادینبرا در سال 2017 چاپ شده و کتابی که به با عنوان رویدادنامه سوریانی موسوم به رویدادنامه خوزستان با همکاری آقای سجاد امیری باوندپور در سال 1996 منتشر کرده دوستانی که با تاریخ آشنان و با اواخر دوره باستان آشنان با کار آقای رضاخانی آشنان و من نیاز نمی بینم زیاد مقدمات خدمت شما ارائه کنم میکروفون رو و میدان رو و گوی و میدان رو در واقع میسپارم به دست خدا داد در خدمت شما هست خیلی ممنونم صدای من الان خوب میاد صدای شما خوب میاد خیلی ممنون مرسی برای معرفی داروش خیلی خوشحالم که به من این موقعیت و فرصت رو دادی که بیام و این چند کلمه صحبت رو بکنم ممکنه بعضی از دوستان این صحبت های منو یا نظیرش رو جای دیگه ای شنیده باشن به هر حال این دل مشغولی این روزهای من هست حالا. این, این, سالهای من هستش و دارم راجبش کار میکنم و امیدوارم که همونجور که در مقاله هم نوشتم 890 سالم که شد اگه هنوز زنده بودم واقعا بتونم جواب درست حسابی برای سوال هایی که توی این کار مطرح میکنم ارائه کنم و واقعا الان بیشتر کاری که من دارم میکنم ارائه کردن تا در واقع جواب قانه کننده ای دادن جواب هایی که دارم میدم حدس است که میزنم نتیجه هایی که از, مق... از تحقیقات جدیدتر میگیرم و یه جورایی تغییر دادن روایت های موجود این قضایی یعنی روایت هایی که وجود داره از این سوالاتی که من میپرسم و من سعی میکنم با جواب هایی که میدم یه ذره این روایت ها رو یه صورت متفاوتی ازش رو ارائه بدم چه خیلی از حرفایی که میزنم رو هرچنگ بهشون اعتقاد دارم در حال حاضر ولی فکر نمی کنم که لزوما برای همیشه این حرف مطلق بمونه و تغییر ناپذیر باشه و هر روز با نگاه کردن به مدارک جدید و پیدا کردن مدارک جدید و نگاه کردن های جدید و خوندن کتاب کتاب ها و کارهای همکاران ممکنه نظرات هم تغییر کنه خوشحالم میشم در قسمت سوال و جواب که نظرات دوستان و شنوندگان عزیز رو بشنوم بپردازم به سوالی که دارم مطرح میکنم ببینید من چیزی که برام در واقع شروع کننده نگاه و چه میدونم در واقع سعی من در اول این تحقیق بوده این مسئله شکاف بزرگیه که در میانه قرن هفتم اتفاق میفته در تاریخ منطقه خاور میانه و بخصوص در روایت مدرن از تاریخ ما که یه جورایی تعریف کننده یک بخش کلی از تاریخ ما هست یعنی ما به تاریخمون که فکر میکنیم به طور کل به عنوان قبل از اسلام و بعد از اسلام بهش فکر میکنیم میگیم این سلسله های قبل از اسلامی سلسله های بعد از اسلامی یکی از مشکلاتی که داریم مثلا اصلا با دانش عمومی از تاریخ تقریبا قرن اول تا پنجم هجری خودمون قرن هفتم تا تقریبا سیزدهم میلادی همینه که ما چون تاریخ رو به این صورت به قبل و بعد از اسلام تقسیم میکنیم و تاریخ قبل از اسلام رو تاریخ سلسله ای میگیریم هخامنشیان اشکانیان ساسانیان حالا اگر آدمایی باشیم که یه خود دیده بازتری داشته باشیم سلوکی ها رو هم داخلشون میکنیم مشکلی که پیش میاد در اوایل دوره اسلامی در پنج قرن اول اسلامی ما یه همچین ساختاری در مثلا ایران نداریم و به نظرمون دوره هر مرج میاد و و و و, و. و خب این میانجامه اولا به یک برداشت عمومی از کل تاریخ ما که خب اتفاقات میانه قرن هفتم فتوحات مسلمان ها فتوحات عرب ورود اسلام به ایران هر جوری که میخوایم اسمش رو بذاریم پایان و سقوط ساسانیان هر چیزی که اسمش رو میخوایم بذاریم برامون یه اتفاق بسیار بسیار مهمی به نظر میاد که در واقع تعیین کننده اصلا کل تاریخ 1400 سال گذشته ماست و خب این رو در صورت های مختلفی هم میبینیم منجر به تئوری های مختلفی هم میشه که اکثرا این تئوری ها تیوری های هستن که دارن در زبان انگلیسی بهشون میگن اپولوژیتیک که در واقع در حال به قول خودمون حالا من نمیدونم دقیقا در فارسی اسم علمی اپولوژیتیک چیه ولی من اینجوری میتونم معنی کنم به طور معمول که بهانه اووردن یا دلیل اووردن یا توضیح دادن اینه که چرا یک سلسله ایرانی که حالا ساسانی ها اینجا الان در این مرحله سلسل... چیزی خواهند بود که راجع بشن صحبت خواهیم کرد شکست خورد چرا از بین رفت چرا چرا ما پایان ساسانیان رو داشتیم چرا ساسانیان شکست خوردن و چطور شد که یک قدرت دیگه ای اومد و جای اینها رو گرفت و حالا ما بستگی به زاویه دیدمون این قدرت رو کاملا یک قدرت خارجی مهاجم تخریبگر و منفی میبینیم یا اینکه اگر یک زاویه دیگه دیده, دیده دیگه ای داشته باشیم این قدرت رو مثبت و مثلا به حق و اصلا وارد شدنش به محدوده فرهنگ حالا چیزی که بهش میگیم محدوده فرهنگی سیاسی اجتماعی هرچی که میخوایم اسمشو بذاریم ایرانی رو بخشی از مثلا جنبه های مثبت این قدرت میبینیم که خب اسلام باشه منظورمونه به نتیجه این حالا چه یعنی منظورم اینه که چه مثبت به این قضیه نگاه کنیم چه منفی نگاه کنیم این قضیه رو یک م... ش... یه شکاف بزرگی یک موقعیت بسیار اساسی میبینیم اصلا این برامون دیواری میشه که قبل از اسلام و بعد از اسلام رو باهاش معنی میکنه من به خاطر اینکه از یه نگاهی میام که بهش میگن تاریخ اواخر عهد باستان و به خصوص تاریخ جهان که در واقع تحصیلات من بودن که من تاریخ اول تاریخ جهان خوندم و بعد دکترام رو در تاریخ اواخر عهد باستان لیت انتیکوتی گرفتم نگاه هم اینقدر به صورت اینکه شکستی هستش یک یه جای ترمز هست یک یه جایی هست که یه مرحله تاریخ م... م... میسته و مرحله بعدی از تاریخ شروع میشه به نظر من این نگاه تاریخی نیست نگاه به قول بازم به انگلیسی ای یعنی نگاهی که داره از دریچه نتیجه به تاریخ نگاه میکنه نگاه میکنه که چون بعدا مردم این یه فرق درشون پیش اومده که مثلا مسلمان شدن ایرانی ها باشه پس این مرحله اصلا هدفش هم این بوده و من مشکلم اینه که از نگاه نتیجه به یه چیزی نگاه کردن به هیچ وجه شرایط اون اتفاق تاریخی رو توضیح نمیده و من سعی دارم این اتفاق تاریخی که وقایع میانه قرن هفتم هست رو در قالب نه این شکاف بزرگ نه دوور این شکاف بلکه به عنوان یک سیستمی که در ادامه داره و تغییرات ساختاریش بسیار اتفاقا آهسته تر از اونی که فکر میکنیم اتفاق میفتن و بعد به دلایل تاریخ نگارانه تاریخ بعدی این دوره رو برای ما مثلا برای کسانی که میگن میگن پس چی میگی که تاریخ های بعدی هم این حرف رو میزنن تاریخ های بعدی به دلایلی میان این دوره رو خودش رو بازم به عنوان این خط غیر قابل نفوذ این دیوار غیر قابل نفوذ ارائه میدن و من در واقع هدفم از کل این قضیه اینه و مثلا چه میدونم تئوری های شبیه دو قرن سکوت آقای مرحوم دکتر عبدالحسین زردین کوب که نظرشون اینه که خب بعد از ورود عرب مسلمانان به ایران برای دو قرن ایرانی ها اجازه اظهار وجود نداشتند و زبان فارسی که نشانه ایرانیت در روایت آقای زردین کوب اجازه اظهار وجود نداشته و بعد از این دو قرن که عوامل ایرانی در قالب مثلا حکومت سفاری ها و بعد حکومت سامانی ها و بوی ها بیشتر خودش رو نشون میده بعد دوباره ما یک برگشتی به ایرانیت داریم که مثلا شروع میکنیم دوباره قدرت نمایی کردن در صورت که و همیشه سوالاتی که پیش میاد اینه خب این کسانی که دارن در این قالب قدرت نمایی میکنن خودشون رو خارج از این کلیت دنیای اسلام نمیبینن Uh, حالا من یکی دو تا مثالم راجبه مثلا کسی مثل یعقوب لیس که خیلی در تاریخ ایران به عنوان قهرمان ایرانیت شناخته میشه میذارم که نشون میده خود یعقوب لیس داره خودش رو چه جوری میبینه و اینکه یعقوب لیس اعمالش نشون دهنده اینه که خودش رو در چه دنیایی تصور میکنه uh, به این, این, این در واقع چارچوب کلی حرفیه که من میخوام بزنم و از این چارچوب کلی مقداری وارد جزئیات میشم چندین نفهم قبلا گفتم ام توی این اتفاقات یه مختصری از این اتفاقات اینه که از اوایل قرن هفتم میلادی یک سری جنگ بین امپراتوری ساسانی که مرکز شهر تیسفون هستش که نزدیکی بغداده و امپراتوری بیزانس که مرکزش قسطنطنیه یا استانبوله ولی تقریبا منطقه سوریه و اردن و فلسطین و البته مصر و بیشتر منطقه غرب آناتولی و ترکیه امروز رو در دست داره در بین این دو یک جنگ بزرگی اتفاق میفته که حدود سال 605 میلادی شروع میشه و تقریبا تا سال 628 و احتمالا کمی دیرتر میلادی ادامه پیدا میکنه این جنگ ها باعث میشن که ساسانی ها تمام منطقه خاورمیانه رو تمام منطقه تحت نفوذ بیزانس در خاور میانه رو فتح کنن آناتولی رو میگیرن به پشت دروازه های قسطنطنیه میرسن شام کل شام که سوریه و لبنان و اردن امروز باشه رو میگیرن فلسطین رو میگیرن صلیب واقعی رو که به روایت های مسیحی صلیبی است که حضرت عیسی رو روش به صلیب کشیدن رو میگیرن بعد میرن و مصر رو هم فتح میکنند و در واقع میشن مالک و رقاب بیشتر سرزمین های بیزانسی در شرق مدیترانه بعد در حدود یعنی حدود 20 سالی حدود 15 20 سالی این مناطق دست ساسانی ها هست و بعد با یک پاتکی که که بیزانتین ها میزنن ساسانی ها از این منطقه میره را... یعنی این روایت معموله من دارم اینو به شما روایت میگم روایتی که ما میشنویم ساسانی ها مجبور میشن از اینجا عقب نشینی کنن خسرو پرویز پادشاه ساسانی کشته میشه و بعد این سرزمین ها برمیگرده به دست بیزانتی... بیزانتین ها س... امپراتوری ساسانی دچار یک آشوبی میشه جایگزینان خسرو پرویز مجبورن مدت تقریبا 5 یا 6 سال با یک آشوبه که هر 6 ماه دفعه بعضی موقع یک سال یک دفعه یک پادشاه یا ملکه جدیدی میاد این دوره که ملکه های مثل بوران و آذر میدخت درش رو حکومت میکنن یا پادشاه هایی که فقط چه میدونم 12 13 سال بیشتر ندارن به سلطنت میرسن و آخر میانجامه به سلطنت پادشاهی یزگرد سوم سو که در ایران بیشتر به خاطر نمایشنامه آقای بیزایی و روایت های اونجوری شناخته شده هستش و بعد در حدود 636 یک سری جنگ های انجام میشه که مسلمانان از منطقه مدینه میان و شروع میکنن منطقه جنوب عراق رو فتح کردن بعد میرن به طرف جنوب سوریه و فلسطین یواش یواش فتح میکنن در جنگ قادسیه قادسیه ساسانی ها رو شکست میدن در جنگ یرموک بیزانسی ها رو شکست میدن پیشرفت میکنن تیزفون رو میگیرن 642 یزگرد که فرار کرده و رفته به داخل ایران داخل فلات ایران منطقه فارس در منطقه نهاوند مقابله میکنه با،, با اینا با در اونجا هم شکست میخوره در جنگ نهاوند و اونجاست که دیگه پای مسلمانان به خاک ایران باز میشه و یه جورایی نگاه اینه که خب از این به بعد دیگه مسلمانان صاحب و ارباب سرزمین های ساسانی میشن و دیگه پایان ساسانیاست هاست و تموم و یه جورایی هم نگاه به اینه که دیگه این آغاز مسلمان شدن ایرانی و بعد همون آغاز ممنوع شدن فارسی و خفه کردن صدای ایرانی ها و مثلا شروع نهزت ایرانی ها برای مقابله با عرب ها و در این مرحله حکومت اوموی که کلا در تاریخ نگاری هم در تاریخ نگاری همه مسلمانان چه سنی چه شیعه منفی شمرده میشن شروع میشه شخصیت های منفی مثل حجاج یوسف ثقفی و بقیه میان و کلا دوره ظلم و ستم و حالا نجات پرستی عربی حالا هرچی که میخوام اسمشو بذاریم شروع میشه و خب این مرحله رو یه سوال اساسی که دوستانی که روایت رو ارائه میدن این روایت رو ارائه میدن مطرح میکنن که خب چرا یه امپراتوری به بزرگ امپراتوری ساسانی شکست خورد به این صورت و خب حالا بستگی بازم به این داره که زاویه دیدتون چی باشه بیشتر وطن پرست و ایرانی و یه مقداری از این قضایی دلخور باشید قضیه رو در هم ضعف ساسانی ها ضعف های ساختاری ساسانی ها و وجود نداشتن عامل خیلی خوبی برای مقابله در مقابل این حملات میبینید و در حالا قصاوت فاتحان مسلمان و بیرحمیشون و و و, و که خب نتیجهش میشه یه سری برداشت هایی که ما لزوما دوست نداریم از این دوره داشته باشیم که برداشت که حالا برداشت نجات پرستانه و متعصب خاصیه از اون برداشت های متعصب اسلامی که میگن نه آقا اصلا این قضایی کلا به خاطر این بوده که مسلمانان خب به حق بودن حکومت حکومتی که داشته بیمده حکومت عادلانهتری بوده حالا بستگی به این داره که چقدر تحت تاثیر مثلا خانش های چپی از تاریخ اسلام قرار گرفته باشن اسلام مساوات خواهانه تر بوده و, 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 و ایرانی هایی که از دست ظلم و جور ساسانی ها به تنگ اومده بودن به میل خودشون این دین جدید و این سیستم جدید و این ساختار جدید و پذیرفتن و نتیجهش ورود اسلام شده به ایران به اینا, اینا, روایت هایی که ما داریم حالا من نمیتونم واقعا دونه دونه همه مسائل رو اینجا در از این فرصت محدودی که داریم وصف کنم و در مقالات مختلف نوشتم و گفتم فقط میخواستم چند نمونه و مثالی ارائه بدم که ببینیم چرا این نگاه ها هایی که بازم همون جوری که میگم از نتیجه دارن به قضایی نگاه میکنن نه از واقعیت تاریخی اون دوره و من در ضمن این مثال ها میگم که در واقع چون همه میگن میگن مگه مدرکی غیر از مگه, مگه در کتاب ها اینو نمیگن و من میرسم اونجا که اون کتاب هایی که اینو میگن چرا دارن به, این به چه دلایلی این رو میگن ببینید در هر دوی این روایات یه مقدار زیادی از بون غذا یا ضعف ساختاری ساسانی هاست یعنی سوال اساسی که جواب میدن یعنی خب چی شد که عرب ها مسلمان ها تونستن بیان و ساسانی ها رو شکستن خب جواب طبیعی اینه که خب اگه یه نیروی خارجی داره وارد, وارد میشه و یک شاهنشاهی به مثلا مهمی ساسانی ها رو شکست میده یعنی ساسانی ها ضعیف شدن که تونستن شکست بخورن و خب این به نظر طبیعی میاد یعنی کسی, کسی،, نمیاد با این موضوع چندان مخالفتی بکنه و حالا این شکست رو به چند ب... میتونم بگم دو نکته اصلی برای این شکست ارائه میشه یکی اینکه جنگ های بیزانس و ساسانی ها باعث تضعیف لشکریان ساسانی باعث نارضایی سربازان باعث نارضایی حالا ام دستگاه ام نظامی و باعث بخصوص بیشتر از هر چیزی باعث از بین رفتن قوای مالی ساسانی ها شده که دیگه نمیتونن یه همچین لشکر بزرگی رو حفظ کنن و خب این وقتی لشکری ای که نتونه به اندازه کافی برای خودش چیز چیم خوبی نداشته باشه که نمیتونه به جنگ دلیل دومی هم که خیلی محبوبه مشکل ساختداری ساسانی هست و چون قضیه منجر میشه به اومدن یک سیستم مذهبی یعنی سیستمی که ما به عنوان مذهبی تعریفش میکنیم که اسلام باشه میگیم پس تر تر طبیعتاً اون سیستم مذهبی قدیم که زرتو... تصورمون اینه که سیستم دین زرتوشتیه پس حتما ضعیف بوده اون یه مشکلی داشته و میده انجام به اینکه که خب ظلم و ستم موبدهای زرتشتی بوده یعنی مردم کوچه و خیابون از ظلم و ستم از سختگیری های موبدان زرتشتی به تنگ اومدن و حمایت از این سیستم نکردن به نتیجه این سیستم شکست خورد حالا بیم به این دوتا عامل فقط نگاه کنیم به این به عنوان مثال به این قضیه نگاه کنیم عامل ضعف سپاهیان ساسانی اولا یه مشکل تاریخی داره اون مشکل تاریخی هم اینه که تصور اینه که سپاهیان ساسانی شکست خورد نه از مسلمون ها لزومن بلکه حتی قبلش از بیزانسی ها حالا به تاریخ قضیه که نگاه میکنه میبینیم این اتفاق واقعا نیفتاده یعنی اتفاقی که میفته اینه که در, در فوریه چند امروز تقریبا حدود 15 روز پیش میشده سالگرد چه میدونم تقریبا 1400 دومین سال 1400 خورده سال این واقعه در فوریه 628 میلادی خسرو پرویز امپراتور ساسانی و کسی که در واقع برنامه ریز و مدیر تمام این فتوحات منطقه مصر و شام و آناتولی و بقیه جاها بوده در یک دسیسه کشته میشه یعنی در یک کودتایی که واقعا میان از سلطنت خلش میکنن و به طور فیزیکی دنبالش توی یه باغ میدونن میگیرنش میذارنش یه دونه اتاقی در رو میبندن بعد یه نامه می نویسن از زبان پسر شیرویه بر علیهش اقامه دعوا میکنن خسرو پرویز دفاع میکنه از دفاعیاتش رو قبول نمیکنن بر مبنای ام ام اون اقامه دعوای اصل اصلی دوباره یه سری جواب های به خسرو پرویز و بعد خسرو پرویز رو در واقع اعدام میکنن یعنی خسرو پرویز اعدام شده قضیه چیزی که به انگلیسی بهش میگن رجیساید و اعدامه و حتی یه پروسه کاملا دادگاهی و قانونی داره یعنی یه چیزی که اینجا باید توجه کنیم که خسروپرویز در اثر شکست در اثر هیچ اتفاقی نیفتاده شخص پادشاه رفته و توی نامه های خسرو پرویز که میخونید در جواب شیرویه یا در جواب این دادگاه خسرو پرویز میگه میگه آقا میخوای منم بکشیم بکشین اونایی که رفتن شامو آناتولی و مصر رو گرفتن رو بی سرپرست نذارین ببینین من معنیش کردم من تونستم تمام این منطقه رو بگیرم و به زیر حکومت خودمون درارم و دارم ازشون مالیات میگیرم منم میخوایم بکشین بکشین ندینین این قوا برن یعنی هیچ م... ز... از بین رفتن خسرو پرویز هیچ ربطی به ضعف نداره م... چیز دومی که مطرح میشه اینه که ما در هیچ مدرکی نداریم که هراکلیوس و لشکریان بیزانس هراکلیوس امپراتور بیزانس و لشکریان بیزانس بعد از مردن بعد از کشته شدن خسرو پرویز به منطقه شام و مصر برگشته باشند یه مقداری دلیل داریم که منطقه میانه آناتولی برمیگردن ولی هیچ, دل، هیچ مدرکی نشون نمیده که اینا به منطقه شام و فلسطین و مصر برگشته باشند یعنی اینکه سپاهیان ساسانی که در منطقه شام و فلسطین و مصر بط کردند هنوز هم اونجا حضور دارن حتی بعد از مردن خسرو پرویز دلیل سومی که داریم دو سال و نیم تقریبا بعد از کشته شدن خسرو پرویز شهربراز ژنرال بزرگ خسرو پرویز میاد و اردشیر سوم نوه خسرو رو شکست یعنی در واقع شهر تیسفون رو فتح میکنه اردشیر رو میکشه و خودش رو پادشاه اعلام میکنه حرفی که میزنن اینه که شهربراز از سوریه میاد این کار رو میکنه و با شش هزار سرباز میاد و محاصره میکنه تیسفون رو و مجبور میکنه دروازهای تیسفون رو باز کنن که بیاد اردشی رو بگیره یعنی دو سال و نیم بعد از مرگ, شهر... بعد از مرگ خسرو هنوز ژنرالش با تعداد زیادی سرباز در شام حضور داره. یعنی و انواع اقسام مدارک دیگه من براتون میتونم بیارم که حتی مدارک خود رومی نمیگن که ما هیچ وقت برگشتیم به منطقه شام و مصر خب این به نظر من نشون دهنده اینه که پس ضعف نظامی نیست اگر این قدرت نظامی هنوز در اونجایی که فرد کرده رو نگه میداره یعنی هنوز قویه و توجه کنید این اتفاق داره کمتر از ده سال یعنی ام این ام چیز در دست داشتن سوریه و مصر داره کمتر از ده سال قبل از جنگ مثل جنگ قادسی و جنگ یرموک و بقیه اتفاق میفته یعنی در همون بره زمانی هستیم پنج شیست سال و بین این وقایع و شروع فتوحات اسلامی عربی فاصله هستش بلد من حالا به یه سری دلایلی دارم نظرم اینه که هیچ ضعف نظامی ما در دوره ساسانی نداریم در اواخر دوره ساسانی نداریم هیچ ضعف مالی هم نشون نمیده داشته باشیم اتفاقی که عملا میفته اینه که اتفاقا ساسانی ها به نظر میاد دارن خیلی موفقانه از این منطقه مالیات میگیرن و اتفاقا به خاطر شرایط یک قرن قبل از این جنگ ها که من فرصتش رو ندارم اینجا راجع صحبت کنم قبلا یه اشاراتی بهش کردم و یکی دوتا تا مقالم راجبش نوشتم اتفاقا ساسانی از نظر اقتصادی در یکی از قوی ترین موقعیت قرار, قرار دارن یعنی نه از نظر مالی نه از نظر, نظر نظامی ما هیچ دلیلی نداریم برای اینکه ساسانی ها در موقعیت ضعیفی هستن مسئله موبدان زرتشتی خب این حرف خیلی جالبیه ولی به نظر من این حرف بیشتر از اونی که ریشه در واقعیت داشته باشه ریشه از یه حالت ایدئال دل داره و یه جوری منعکس کردن وقایع امروز دورورد ما به دوره ساسانی چون یه اتفاقی که میفته که این موبت ها وجود ندارن در هیچ مدرک تاریخی در اواخر دوره ساسانی شما موبدی نمیبینید وقتی که مسلمانان میان وارد تیسفون میشن شما هیچ موبدی نمیبینی با اینا رو در روشه به هیچ صورتی کسی هیچ کدوم از این موبدان مثلا نمیان با فاتحان عرب یا بحث کنن که مثلا به صورت سلحامیز یا به صورت جنگی شهر رو تسلیم کنن موبدی نیست این اتفاق واقعا نمیفته و بعد بیشتر از اون من همیشه صحبت هم اینه که فرض کنید که مثلا در یه شرایط تاریخی که میدونیم پادشاه در واقع بخشی از یک سیستم مذهبی شناخته میشه و سیستم مذهبی رو پادشاه کنترل خیلی شدیدی داره مثلا مثال من همیشه اسپانیای قرن 16 و 17 میلادیه که مثلا پادشاهی مثل فیلیپ دوم داره به حکومت میکنه در این موقعیت غیر ممکن بوده فیلیپ دوم بتونه هنوز به عنوان یک پادشاه قانونی روی تخت سلطنت اسپانیا بمونه اگه با یک همسر مسلمان یا یهودی ازدواج کرده بوده یا حتی میرفته مثلا با یه نفر پروتستان ازدواج میگرده یه جون پادشاه کاتولیک اگر خسرو پرویز در یک سیستم بسیار آپرسیو زرتشتی داشته پادشاهی میکرده و نماینده این دین بوده و موبدان این دین چنان قدرتی داشتن که میتونستن به این صورت خفقان بیافرینن به هیچ وجه نمیشده که پادشاه مملکت با یک و احتمالا دو نفر همسر مسیحی ازدواج کنه احتمالا مریم همسر اولش که میگن رومیه ولی اون ممکنه واقعی نباشه ولی صد درصد همسر دوم شیرین مسیحی یعقوبیه به نتیجه تصور این که ممکنه پادشاه ساسانی که داره در یه سیستم مذهبی زندگی میکنه بتونه با یه نفر, یه نفر یا دو نفر مسیحی ازدواج کنه به نظر من غیر ممکنه و با اینکه ما هیچ مدرکی از بودن موبت ها نداریم و اتفاقا کسی که مثلا به نظر میاد همه کاره حداقل سیستم مالی مملکت یک پزشک مسیحی به اسم یزدین به نظر میاد که اتفاقا اصلا یه همچین سیستم آپرسیو و مذهبی وجود نداره خب این من دو تا مثال فقط زدم برای اینکه این, این دلایل مشکلات ساختداری ساسانی ها رو رد کنم یه مسئله دیگه هم تو از همین روایت در میارم این روایتی که ساسانی ضعیف بودند مشکل ساختاری داشتن یه سیستم مذهبی سرکوب داشتند. داشتن در طرف دیگه قضیهش اینه که این سیستم رو یک سری آدم هایی که از خارج از این سیستم اومدند دارن نابودش میکنن یعنی مسلمانان و حکومت اسلامی رو خارجی هایی میبینن که دارن در حالا بستگی به این که چقدر بخوایم بیادبانه باشیم یا چقدر بخوایم در وسط بیابون عربستان از مکه و مدینه اینا دارن میان و حمله میکنن و این امپراتور رو میگیرن که اولین مشکلی که باز پیش میاد اینه که چطور از کجا اصلا کاری نداریم به اون این این عصبیت عربی که حالا ابن خلدون بعدا میگه و این حرفا این باعث این واقعا نمیتونه بشه که یه دونه لشکر احتمالا با تعداد محدودی از وسط عربستان از دا خارج از این سیستم بیاد و کاملا موفق شه که این سیستم رو از بین ببره به نتیجه به این سوال دو اینجا هم من شک میکنم و این شک رو اینجوری جواب میدم در واقع حرفی که میخوام بزنم که شاید به نظر زر شکاور باشه یا شاید قبول سخت باشه اینه که کسانی که دارن به ساسانی ها حمله میکنن و دارن لشگریان ساسانی رو حالا شکست میدن یا هر کاری میکنن اون مرحله آخر قضایی شکست رو هم بهش میپردازم اینا از خارج از این سیستم وارد این سیستم نشدند سوسیه من اینه دیدن منطقه عربستان اولا کاملا خارج از سیستم ساسانی یک مشکله بعد هم دیدن اینکه کسانی که اومدنی منطقه رو فتح کردن دارن همشون از مکه و مدینه میان مشکل دوم قضیه است مشکل اول قضیه رو اینجوری براتون حل کنم بس راحتی اینا من فقط دارم به قول معروف سرفصل میگم جزئیاتش نمیتونم بشم وقت نداریم ولی بازم نوشتم و دوستان دیگه هم نوشتن ببینید از دوران خسرو انوشی روان ساسانی ها در منطقه یمن حضور دارن یعنی جنوب شپ جزیره عربستان منطقه عمان و چیزی که امروزه حالا امارات عربی متحده و قطر و کویت هستم که اصلا از قدیم الایام جزء امپراتوری ساسانی بوده از حداقل دوران شاپور دوم دو سه قرن نیست که اصلا جزء امپراتوری ساسانی یعنی تقریبا دو ور از سه از دریایی از یا دو از چهار ور به کلی بگیریم که اصلا دست ساسانی هست از پنج و سال قبل از این اتفاقات و که خیلی هم بیشتر دو سه قرن قبل از این اتفاق بعد در طول این اتفاقات منطقه سوریه ش... یعنی شام که سوریه و اردن باشه فلسطین و مصر هم تحت حکومت ساسانی هست. یعنی سال 621 که محمد از مدینه به از مکه به مدینه مهاجرت میکنه دقیقا در میانه حکومت ساسانی دقیقا موقعیتی که ساسانی ها در قدرت هستن در این منطقه دقیقا همین موقع هاست 621 دقیقا اوج قدرت ساسانی ها در شام کاملا مصر رو در دست دارن محاصره کردن شهر قسطنطنیه رو تمام زخایر و خزانه های بیزانسی از این منطقه رو بردن به داخل ایران و دارن به این منطقه حکومت میکنن و ما از این در این مدت مدارک پاپیروس مصری و بقیه چیزا رو داریم یعنی در دنیایی که در مکه و مدینه داره این فعل و انفعالات سیاسی مذهبی اتفاق میفته هم سه ور از چهار ور شبه جزیره عربستان دست ساسانی هاست دلیلی هم نداره که فکر کنیم که روی طرف چهار روم هم هیچ قدرتی ندارن ولی خب مثلا یکی از دلیلی که میتونیم ببینیم که احتمالا یه راه در روی هست اینه که اولین سفارت خارجی دولت اسلامی به هبشه است دقیقا با قدرت سیاسی که در طرف چهار رومی قرار گرفته که ساسانی احتمالا یا قدرتی ندارن یا قدرتی کمی دارن ولی در سور دیگه تحت حکومت ساسانی است یعنی اسلام تا اوایل تاریخ اسلام،, اسلام چه از نظر تاریخ دینیش یعنی ده سال پونزه سال قبل از مهاجرت چه بعد از هجرت داره در دنیای ساسانی اتفاق میفته کسانی که در مکه و مدینه هستن تمام دنیاشون ساسانیه با دنیای رومی خاطرهش رو دارن آدمایی هم زندن که قشنگ میدونن که سوریه و مصر دست رومی ها بوده یعنی در اون موقع حقیقت سیاسیشونه که همه دست ساسانی است این یه دلیل منه که اینا کاملا خارجی نیستن در بین سیستم از خارج از این سیستم واردش نشدن مسئله دوم اینه که تمام کسانی که دارن این جنگ ها رو میکنن از خارج از این از منطقه عربستان نیومدن ما مداره که بسیار زیادی میتونیم داشته باشیم و نگاه کنیم بهش که نشون میده تعداد زیادی از لشکریان اولیه و حتی او... کسانی که اولین فتوحات اسلامی رو در واقع دارن انجام میدن اینا از مکه و مدینه نیمدن اینا دارن منطقه شمال عربستان از منطقه دشتای سوریه از بیابان سوریه و از قسمت جنوبی بین منطقه سواد منطقه جنوب عراق و منطقه فلسطین دارم میگم یعنی حمله های اولیه که میبینیم در قادسیه و یرموک داره اتفاق میفته شرق و غرب صحرای سوریه منشأش از داخل صحرای سوریه است یکی از اولین جنگ اسلامی که جنگی در منطقه عقبه باشه که یکی از جنگایی که میگن خود محمد هم درش حضور داشته داره در خلیج عقبه جنوب اردن اتفاق میفته یعنی به قول فرنگی of war منطقه جبهه این جنگ ها در واقع منطقه جنوب صحرای شامه نه داخل, داخل عربستان نه اون منطقه که ما الان حجاز نیست نجد نیست منطقه صحرای شامه که داره این اتفاقات میافته. و خب این منطقه تحت حکومت ساسانیاست و کسانی که دارن در این منطقه زندگی میکنن عملا دارن در داخل یک محدوده ساسانی زندگی میکنن و بسا که خودشون جز سربازانی هستن که دارن به ساسانی ها در واقع سربازان ساسانی هستن در فتوحات بیزانس و حالا که ساسانی ها دیگه فرماندهی ندارن یعنی پادشاهشون از کشته شده و از بین رفته و خود امپراتوری ساسانی یعنی خود سلسله ساسانی دوچاره آشوب شده و دیگه کسی, کسی نیستش که مدیریتش کنه حالا اینا بدون رئیس موندن بدون سرخود شدند و حالا میتونن هر کاری دلشون بخواد بکنن و چرا برنگردن این فتوحاتی که انجام دادن رو حالا سعی کنن قدرت نمایی محلی کنن و اینجاست که من میپردازم به یکی دو تا نکته کوچیکی که میان ما میندازه به محدوده خلافت اسلامی چندین نکته اینجا هستش که چرا من فکر میکنم این قدرت ها به این صورت این, این افراد به این صورت در حال قدرت نمایی هستن یکی از دلایلش اینه که ما برعکس اونی که فکر میکنیم بازم همونجور که گفتم همه, همه کسانی که از مکی و مدینه میان خارج از این کانتکست منطقه حتی کنترل مستقیم ساسانیان نیستن مثلا میدونیم که خانواده اوموی قبل از اسلام هم در منطقه سوریه به خصوص در منطقه اطراف دمشق و حمص دارای ملک و املاک بودند و اصلا کلا ارتباط داشتن با منطقه دمشق مثلا عموی های مکه تو اون منطقه واقعا حضور داشتن و خب این عجیب نیست که میبینیم معاویه به محض اینکه میرسه به دمشق از همون اول خیلی موفقیت آمیز میتونه اونجا حکومتش رو پایگذاری کنه و اصلا تمام منطقه میشن طرفدار اموی ها بعد تعداد زیادی از کسانی که توی منطقه جنوب در واقع ب... توی منطقه جنوب شام برمیگردن و به منطقه مکه و مدینه حکومت نمی کنن بعدن در همین تاریخ های اول دوره اسلامی سرکلشون پیدا میشه. یه نمونه خیلی جالبش برای من که بازم یه مثال میزنم از ده ها مثالی که میتونم براتون بیارم یعنی که وقتی که فاتحان مسلمان میرسن پشت در, در دروازه های هیره شهری که پایتخت حکومت عرب جنوب منطقه بین النهرین که قبلا یک سلسله عربی به اسم سلسله لخمی ها یا نسلی‌ها ها به شکومت میکرده و خسرو پرویز به دلایلی آخرین پادشاه اونا رو کنار گذاشته و یک اول یک حاکم عرب دیگه و بعد یک نفر با یک اسم ایرانی رو رو اونجا گذاشته کسانی که میان مسلمان ها وقتی میان هیره رو بگیرند نه مرزبان مسلمان برمیخورن نه به یه نفر از خانواده لخمی برمیخورن کسی که دروازه رو وقتی باز میکنن میاد به مسلمان ها خوش آمد میگه یه کسی به اسم عبدالمسیح قصانی قصانی ها حاکم خانواده هستند که بر منطقه فلسطین و غرب شام حکومت میکنن و در واقع همون نقشی رو برای بیزانسیا بازی میکنن که لخمی ها برای ساسانی ها بازی میکردن و اینجا سوال پیش میاد که پس یه لس... یه قسانی از فلسطین الان داره در هیره در جنوب عراق چی کار میکنه و این به نظر من اینا و چند تا چیز دیگه نشون دهنده اینن که در این منطقه جنوب شام منطقه بین فلسطین و جنوب عراق یک داره رفت و آمدهایی بین قبایل محلی عرب در اون منطقه اتفاق میفته که در واقع اینا مرحله اول فتوحات هستن شکل گرفتن خیلی سریع شهرهای اولیه اسلامی کوفه و بصره به خصوص که در در مثلا در فاصله کمتر از یک دهه بعد از فتوحات یه دفعه شما یه شهر کامل داری به اسم کوفه یه شهر کامل داری به اسم بصره آدمایی در زندگی میکنن که اصلا چنان با اون شهر احساس تعلق میکنن که بعدها در تاریخ نگاری اولیه اسلامی این آدم ها خودشون رو بسری و کوفی میدونن و در تاریخ نگاری سعی میکنن فتوات جای دیگر رو به بسری ها یا کوفی ها ارتباط بدن این چیزا نشون میده که این آدم ها به این منطقه جدید وارد نشدن با این منطقه آشنایی دارن اهل این منطقه میشناسن این منطقه رو و میدونن دقیقا دارن چی کار میکنن بعد یه سری مداری که داریم شبیه مثلا سکه هایی که زده میشه یه سری سکه های خیلی جالب هستش که این سکه های یه نقش روی سکه های بیزانسیه یعنی سر هراکلیوس رو داره و پسرش کنستانتین رو پشتشون نقش گوپتشاه یه دونه حیوان عجیب آیکانیک ساسانی است که بدنش بدن یک حیوان حالا یا شیر یا گاو و سر سر انسان و این یه دفعه این سکه که یه ورش ساسانیه یه ورش بیزانسی یه دفعه در منطقه جنوب ایران حضور پیدا میکنه بعد یه سری سکه هایی داریم یه نفری تو منطقه لبنان زده که رون سکه ها اسمش رو به خط پهلوی تمام سکه ساختارش ساختار بیزانسیه ولی اسمش رو به خط پهلوی نوشته مردان شاه مردان شاه و یعنی یه نفری که به خط پهلوی می نویسه داره در دا منطقه لبنان که زرد میکنه ریز ریزای ای اینا رو بیشتر و اینا مشکل بله مشکل تاریخ گذاری داریم بعضیشون میره به دهه 680 میرسه ولی به نظر من اینا همشون حالا زیاد وارد جزئیات نمیتونم بشم اینا همشون نشون دهنده اینه که در این منطقه یه آدمایی دارن زندگی میکنن که نه کاملا بیزانسیان نه ساسانیان برای هر دوی اینها به شرایطی که پیش میاد همکاری میکنن طبیعتا در نیمه اول قرن هفتم وقتی که ساسانی یا در سه دهه اول قرن هفتم وقتی که ساسانی ها موفق بودن و این منطقه رو گرفتن این آدم ها برای ساسانی ها کار میکردند، دستشان ساسانی ها بودن حالا که هم ساسانی ها رفتن هم بیزانسی ها رفتن اینا دارن در واقع موقعیت استفاده میکنن و دارن اینا رو به نفع خودشون تموم میکنن و کاری رو میکنن که خودشون میخوان و خب این این چیزهایی که ما تو تاریخ ها میبینیم و این سکه ها نشون دهنده اینن که اینا مثلا براشون اصلا مهم نیست که کدوم بیزانسی کدوم ساسانی از یه نقش و یه نقش دیگه خوششون اومده و دارن اینو روی سکه ها میذارن و نشون به هیچ به هیچ کسی بستگی ندارن 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 خودشون رو مسیحی نشون میدن ندارن زرتشتی نشون میدن نه مسلمان کاملا معلومه که حکومتشون محل و بعد من فقط یه چیز دیگه بگم و قضیه رو تموم کنم چون دوست دارم بیشتر به دوستان فرصت بدم که صحبت کنن اینه که م... خب این جنگ ها به هر حال در تواریخ بعدی بسیار مهمن و این جنگ ها به عنوان جنگ دارن ارائه میشن که اسلام رو وارد این منطقه کردن و موفقیتشون در واقع نشون دهنده حقانیت اسلامه یه چیزی که باید توجه کنیم اینه که مدارکی که ما بر مبناشون خیلی از این چیزها رو بازسازی میکنیم مدارک اسلامی هستن که دو تا سه قرن بعد از این وقایع نوشته شدن همه اینا رو از نظر جنس روایی وقتی نگاه کنید میبینید اهداف خاصی دارن بلازوری میخواد تمام فتوحات رو به یه گروه خاصی نسبت بده ام... که سعی میکنه حالا تقریبا بالانس رفتار کنه ولی هنوز معلومه داره به یه سری روایت های خاصی برمیگردونه خیلی منشه خیلی از این روایت ها به روایت های محلی جاهای شبیه هیره کوفه برمیگرده یعنی این تواریخ یعنی که از منطقه هیرو کوفه در مدن و دارن نگاه خاصی رو ارائه میدن و اینا وقتی 200 سال بعد نوشته میشن خب طبیعتاً اینا دارن در شرایطی نوشته میشن که حالا یک خلافت اسلامی را افتاده عباسی ها اومدن مرحله اول حالا از راشدین سلسله اول اسلامی که اومدیا بوده اومده و رفته الان سیستم عباسی جایگزین شده عباسی قدرتشون رو داشتن در بسیاری از این مواقع حتی از دوره طلایی عباسی ها هم گذشته هارون و رشید و معمون و بقیه گذشته و حالا دارن اینا نگاه میکنن و میگن در واقع دارن سوال اینو جواب که چی شد همچین شد چی شد که ما تونستیم همه این منطقه رو فتح کنیم و تحت کنترل بگیریم و وقت طبیعتا شما وقتی برمیگردی به قبل سعی میکنی وقایعی رو وصف کنی که معنی بده که چرا این موفقیت ها به دست اومده اما وقتی برمیگردی به خود مراحل قضایی میبینی که او دقیقا اینجوریام نیست مثلا بازم برگردیم به روایت شکست دادن داده شدن ساسانیا ما هیچ دلیلی نداریم که یزگرد سوم هیچ وقت در تیسفون بوده به نظر میاد که کلا بعد از مرگ خسرو پرویز یه اتفاقی میفته یه گروهی در منطقه بین و نهرین و یه گروهی در داخل ایران هر کدومشون شروع میکنن شاهزادهای مختلف ساسانی رو به شاهی انتخاب کردن یکی تو بین و نهرین یکی در داخل ایران داخل ایران هم اکثرا از شهر استخر در فارس و بالاخره کسی که در واقع بیشتر از همه دووم میاره بعد از این اتفاقاتی که میفته یزگرد سومه این نیست که یزگرد سوم داره در آخر این یعنی یه ما یه دوره آشوب داریم که خسرو پرویز پر کشته میشه بعد قباد دوم اردشیر سوم شهر براز بوران بعد بوران دخت بعد کسی به اسم احتمالا خسرو سوم یا خسرو چهارم بعد دو سه نفر دیگه از جمله یک و بعد اسم یزدگرد میاد به من مطرح میشه این به نظر نمیاد اینجوری باشه به نظر میاد یه گروهی دارن تو تیسفون سعی میکنن یه دونه جانشین برای خسرو پرویز پیدا کنن یه گروهی هم دارن سعی میکنن تو استخر این کار رو بکنن و خب این چیزی که ما میفهمونه اینه که خب منطقه بین النهرین در واقع با کشته شدن خسرو پرویز در واقع تاروپود ساسانی ها سلسله ساسانی در منطقه ام، ام، بین و باز شده ساسانی ها در واقع در 628 بین و نهرین دست دادن بین و واقعا تحت حکومت ساسانی ها دیگه نیست دو نفر نشستن تو تیسفون نه دارن این منطقه رو کنترل کنن کسی اونجا حکومت نمیکنه و میبینیم که این قدرت اولیه و این فتوات اولیه داره در واقع تو بین و اتفاق میفته و بعد از این ور در ایران یزگرد که داره حکومت میکنه اولا که حالا مدت زیاد نه ولی در 642 که شکست میخوره در نهاوند، ما انواع و اقسام روایت ها رو از فتوحات داریم یعنی میان به نظر میاد اگه با روایت فتوحات نگاه کنی انگار که از نهاوند با سرعت با ماشین جیپ میان و همه چی رو فرد همین امروز روزم هم نمیشه خاک ایران رو به این سرعت فتح کرد میگن مرحله بعد یه گروه میرن ری یه گروه میرن اصفهان بعد میرن سیستان و اصلا داستان میشه که سیستان مثلا به فاصله مثلا 5 سال بعد تمامش فتح شده بعد در تواریخ بعدی که نگاه میکنی میبینی که ده دفعه سیستان فتح شده ده دفعه اصفهان فتح شده بخارایی که اینا اول قراره بهش رسیده باشن آخر سر واقعا در 728 فتح میشه یعنی صد سال بعد در واقع داره فرد میشه و میبینی که آهان اینا روایت هاییه که میخواد فتوحات اولیه رو مرتبا یه سری فتوحات خطی نشون موفقیت های خطی نشون بده و بگه این از اینجا شروع شده و به اینجا تموم شده ولی عملا خودشون هم حتی نمیتونن قایم کنن قضیه رو که آقا نه به این راحتی نبوده و بعد مثلا ما در شرق مدارک دیگه ای داریم از جمله مدارک بلخی و پارالل مدارک عربی از بلخ و سکه ها و خیلی چیزهای دیگه که نشون میده این سیستم بسیار اتفاقا مقاومتر بوده و مثلا شرق مثلا منطقه که امروز منطقه شرق خراسان افغانستان یعنی جایی که هرات و بلخ و سیستان و زابلستان باشه عملا هیچ وقت فتح نمیشه و چه کسی میاد این منطقه رو فتح میکنه؟ این این... اه، کسی که میاد عملا منطقه سیستان رو واقعا فتح میکنه و به زیر حکومت اسلامی در میاره و من گفتم با اون تموم خواهم کرد حالا یکی دوتا نکته دیگه هم دارم بگم یعقوب لیسه در واقع یعقوب لیس صفواری بعد از سال 860 میلادی موفق میشه حاکمان محلی منطقه سیستان و زابلستان و توخارستان و قورو شکست دادن و منطقه افغانستان امروز رو به زیر حکومت اسلامی آوردن برنچه این همی که چیزایی به قول فرنگی ایرانی که کسی که در واقع میاد این منطقه رو به داخل سیستم اسلامی وارد میکنه کسی که ما به عنوان قهرمان ایرانیت میشنسیمش نمیگم که قهرمان ایرانیت نیست ولی دارم بتونید میگم که برای خود یعقوب یعقوب کاری که داره میکنه اینه که داره این امپراتوری رو گسترش میده به شرق در واقع فاتحی یک از داخل دل این, ام... این سیستم اومده از داخل سیستم اسلامی میاد میدونم که از م... الان دارم خیلی یه دفعه دیویست سال میپرم جلو فقط میخواستم بتونید نمونه نشون بدم برگردم به قرن هفتم من نگاهم به مسائل قرن هفتم اینه که سلسله ساسانی به دلایل موفقیت های اقتصادی که تو قرن ششم میلادی به دست اومده بوده که من فقط بهش فقط الان اینجا ادعاش رو میکنم قبلا راجبش نوشتم ولی حرف منو قبول کنید در اوایل قرن هفتم موفق میشه موفقیت های خیلی زیاد نظامی و اقتصادی سیاسی به دست بیاره در کل میانه ولی سیستمی که بهش اجازه داده این کار رو بکنه اون, سیست... اون دستگاه اقتصادی که بهش اجازه داده این کار رو بکنه که دستگاه اقتصادی باشه که در قرن شیشم شکل گرفته در واقع نمیتونه یعنی نمیخواد دیگه این خیلی راحت حساب کنید نمیخواد خرج جنگ ها رو بده نمیخواد خرج زیاد روی ها رو بده و در واقع سیست... حکومت ساسانی دیگه نمیتونه این موفقیت رو مدیریت کنه یعنی یه جورای قربانی موفقیت خودش میشه و کشته شدن خسرو پرویز نشون دهنده اینه که این سیستم میخواد اون لول مدیریت رو از بین ببره سیستمی میاد که کسانی که داخلش هستن از همه محیطی دارن میان و من فکر میکنم که حاکمان اولیش و در واقع فعالان واقعیش این دنیای مشترک عراق و شامه یعنی دنیای مشترک از غرب کوههای زاگرس بگیرید بین و نهرین و شام بگیریده که ما دلایل بسیار زیادی داریم که بازم من فرصت ندارم بگم ولی مثلا مقاله هایی که من قبلا نوشتم مقاله های استادم دکتر مورانی و چندین نفر دیگه هستن که نشون میده که این منطقه یک تغییرات سیاسی اجتماعی مذهبی اقتصادی درش پیش میاد که در واقع این منطقه است که داره ساسانی ها را از حکومت بین و نهرین مندازه بیرون تو بین و نهرین داره مندازتشون بیرون و این سیستم رو که ساسانی دیگه امکان مدیریتش رو ندارن از دست ساسانی ها میگیره و خودش اداره میکنه در طی مراحلی که من راجبش نوشتم ولی واقعا تخصص من نیست و خیلی دوستان دیگه که میتونم اگه بخواید کتاباشون رو بهتون توصیه کنم راجبش نوشتن سیستم خلافت اسلامی که در مدینه داره به وجود میاد و خیلی سریع توجه کنید در دوران علی از مدینه میاد به کوفه یعنی میاد دقیقا در منطقه حکومت ساسانی کوفه خارج دیوارهای هیره ساخته شده خودش رو جایگزین در اون منطقه میکنه در یه منطقه دیگه هم میره به دمشق بازم جایی که در واقع ساسانی ها گرفته شده یعنی در داخل این منطقه بین و شام خودش رو می میکنه این سیستمی که از مدینه اومده موفق میشه که لایه های بالای مدیریت رو در دست بگیره و خب طبیعتا دیوی سی ست سال بعد تاریخ نویسانی که دارن این وقایع رو وصف میکنن به دلایلی که تاریخشون در واقع سلویشن هیستوریه تاریخ نجاتگریه میان عواملی که این سیستم رو مشخص میکنه که یکی از بزرگترین عواملش طبیعتا اسلام و گذشته اسلام برمیگرده به مدینه رو به عنوان عامل اصلی نشون میده و کل این وقایع رو یه سری برنامه نقش ریزی شده از مدینه میگیره که, سر، که اصلا از اول میدونسته و اومده شکست داده در که شکست این سیستم قبل از اینکه این سیستم جایگزین شکست سیستم ساسانی قبل از اینکه سیستم اسلامی جایگزین شه پیش اومده موقعی که سیستم مدینه وارد این منطقه میشه ساسانیا حداقل در شام و بین و از بین رفتن وجود دیگه ندارن و من فکر میکنم که باید در واقع این ادامه رو خارج از این فرخای سیاسی مرحله فقط لیول های لایه های بالای سیاسی باید در تغییرات اجتماعی که داره در قرن هفتم میلادی اتفاق میفته ببینیم و ببینیم که این سیستم سیاسی فقط داره سعی میکنه این سیستم، تغییرات اجتماعی رو مدیریت کنه و تنها کاری که موفق میشه بکنه اینه من اینجا تموم میکنم و منتظر سوال و جواب هستم خیلی ممنون خدا داد اجازه میخوام من سوال اول بپرسم قبل از که من سوال بپرسم اعلام کنم که دوستان اگه میخوان سوال بپرسن میتونن تو بخش کیو اند ای سوالشون رو بنویسن یا دستشون رو ببرن بالا و به نوبت میتونیم میکروفونشون رو باز کنیم تا سوالشون رو بپرسن خدا داد تو سوالا رو میبینیم اونجا در قسمت چت من اول یکی دو تا سوال اینجا یادداشت کردم میپرسم ببین یه سوالی که خورده از چارچوب بحث ممکنه فاصله داشته باشه ولی با این پازلی که برای ما چیدی از آراد تاریخی سوال مهمیه من فکر کنم یه بخشی از سوال پاسخ پاسخ دادی ولی میشه خیلی سریعتر روش انگوش گذاشت. فرض کنیم که تو توی خداداد مورخ الان جای ساسانیان با شناختی که الان از این قطعات مختلف این پازل داری از بخش های مختلف که در جای مختلف با ساسانیان جنگیدن ضعف درونیشون یا ضعف درونی نگید بگیم به خاطر اینکه این دستگاه امپراتوری انقدر بزرگ شده بود که دیگه نمیتونست خودش حفظ کنه و تا به موفقیت بیش از حد از هم میپاشی با شناختی که الان داری فرض کن تو رو میذاشتن جای پادشاه ساسانی چیکار میکردی که این پادشاهی فرو نپاشند یعنی سال اصلی من اینه که ما یک قرار بود از تاریخ درسی بگیریم و اشتباهات قبلی ما رو تکرار نکنیم فرض کنیم خسرو پرویز دوباره شاه میشد و تجربه این اتفاقات قبلی رو داشت چیکار میتونست بکنه هیچ کاری نمیتونست بکنه که عوض کنه یه رو مسیر دیگه ای رو بره که این اتفاق براش نیفته این سال اول من سال دوم اینه که از حیث شبیه سازی اگر بخوایم مقایسه کنیم آیا درسته این مقایسه که بگیم که حمله اعراب به ایران یه چیزی شبیه بود به حمله مغولان به ایران یعنی از حیث اثرگذاری از حیث اتفاقاتی که در داخل کشور افتاد از حیث دیگرگون کردن سیستم سیاسی و فکری و فرنگی و اقتصادی و این دو تا سوال من رو اینجا تمام کنم و بعد میریم سراغ سوالات دوستان مرسی سوداریش شما برای سوالات ببین سوال اول یه جورایی exercising کانتر فکتوالیتیه و جواب دادنش سخته به نظر من نتیجهش چیزی نمیتونست باشه جز این چیزی که شد یعنی ساسانیها ساسانی ها درست عمل کردن چون عملا سیستم پای گرفت و عملا سیستم در حدود 100 سال بعد از اینکه پای گ... کمتر از 100 سال بعد از اینکه پای گذاری شده به دوره اوجش داره نزدیک میشه و خیلی زود بعد از اون به دوره اوجش میرسه یعنی من میگم که اتفاقا من اون لیول میانه مدیریتی همون مدیران ساسانی هستن و درست منش کردم و عملا کاری که کردن اینه که این منطقه احتیاج داشته که با همدیگه متحد باشه از نظر اقتصادی و اجتماعی به خصوص حالا دلایلش به نظرم مختلفه ولی مثلا یکی از دلایلش اینه که اکثر جمعیت این منطقه دارن یک زبان حرف میزنن که زبان سوریان لحجه های مختلف زبان سوریانی باشه یک گذشته فرهنگی رو دارن که اون فرهنگ مشترک شامی به سیرومزپوتیمین کالچره که هزاران سال قبل از این مرحله در اونجا وجود داشته و خب در این مرحله به خصوص دین, دین مسیحیت و انواع و اقسام دینهای مسیحیت در این منطقه بین آدم های این مرز مشترکه به نظر من اتفاقا دلیل این که خسرو پرویز به فتوات میپردازه اصلا همینه خسرو پرویز هم میدونه که تنها راه نگه داشتن حکومت اینه که این مرز فرات که بین بیزانسی ها و ساسانی ها هست باید برداشته بشه یعنی باید منطقه بین نهرین آسورستان ساسانی با منطقه اه اه سوریه بیزانسی مشت... متحد بشه بلنچه به نظر من این کارو میکنن شخص خسروپردیس چجوری میتونست قدرت خودش رو حفظ کنه و چجوری میتونست کشته نشه به نظرم خیلی امکانش کم بود چون اون وقت میپردیسیم به... جزئیاتی شبیه این که خسرو پرویز بازم قدرت از دست نمیده خسرو پرویز عملا در یک کودتایی که یه ور شهر براز جنرال خودشه یه ور هرکلیوس امپراتور رومه و یه کودتایی که فرم داده شده و نمیشه جلوش گرفت تنها کاری که خسرو پرویز واقعا میتونه بکنه اینه که قبل از اینکه این کودتا این اتفاق بیفته و اونا اینو سرنگون کنن اون ها رو سرنگون میکرده. واقعا تنها اتفاقی که میتونسته براش بیفته این بوده کاری کار ساختاری نمیتونسته صورت بده این 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 اتفاق افتاده بود در نظر من جواب من به اون سوال که من من اگه برمیگشتم به خصوص بعویز میخواستم یه مشاوره بدم این بوده که یه سری آدم رو بکش یا دستگیرشون کن و جالبه که به نظر میاد که میخواد دقیقا این کار با شهربراز بکنه یعنی میدونه که شهربراز میخواد بهش خیانت کنه و مدرک داریم که میدونه میخواد بهش خیانت کنه به واقعا ادوایز خاصی نداره. سوال دوم تو ببخشی یه لحظه یادم رفت دوباره یادم میاری ببخشید من سوال دوم داریش هستی ببخشید ببخشید من میوت بودم مقایسه حمله اعراب با حمله مغول با سه حمله اعراب با حمله مغول ببین حمله مغول هم خودش یه تاریخ نگاری خیلی وحشتناک بدی ما راجبش داریم که تحت تاثیر تاریخ نگاری مدرن روس ها در مورد تاریخ مغوله که اونم مشکل داره. یکی از سوالای اساسی که راجع به حمله بغل بپرسیم که داریم راجع به کدوم صحبت می‌کنیم حمله چنگیز خان صحبت می‌کنیم یا حمله هولاکو خان ما دو تا حمله مغول به ایران داریم اگه داریم در مورد اثرات طولانی مدت صحبت می‌کنیم هر دو تای اینها رو میشه حمله های دونست که با اینکه عواملشون لزوما از مرکز سیستم نیومدن ولی مقدار زیادی از ایدئولوژی مرکز سیستم استفاده میکنن برای اینکه خودشون رو قانونی و به قول معروف قابل قبول جلوه بدن بلنچه از یه نظری مغلا و حمله یا فتوحات اسلامی شبیه همه فرقش برای من اینه که واقعا مغلا حمله میکنن یعنی ما واقعا شرایط حمله و فتح و کشتار داریم در تاریخ نگاری اسلامی در تاریخ نگاری فتوحات اسلامی یکی از مشکلات من اینه که اکثر این روایت های فتح اگر بهشون بپردازیم اولا فتح های بسیار مختصری هستن حالا غیر از نهاوند که مثلا به نظر میاد بزرگ باشه ولی اونم واقعا به اون بزرگی که جلوه داده میشه نیست بقیه اینا دیار خیلی خیلی م... مسائل از ن... نظر نظامی خیلی خیلی کوچیک و بی اهمیت ها. یعنی فتوحات نظامی خیلی گنده ای انجام نمیگیره در حالی که واقعا فتوحات نظامی انجام میگیره سری اولی که چنگیز خان میان و بعد وقتی که سوبودای و نویان میان و دور میزنن دریای خزر رو خب یه سری واقعا تغییرات حمله نظامی مهم میداره اتفاق میفته و هولاکو خان هم واقعا داره حمله میکنه و فت میکنه و تخریب میکنه و تغییر میده جاهای مختلف رو به به نظرم از یه نظری از نظر تاثیر طولانی مدتشون بر جنبه های اجتماعی فرهنگی شاید بشه یه چیزایی شبیهشون پیدا کرد ولی به نظرم من نظر ساختاری شبیه نیستن واقعا خیلی ممنون اه اه در بخش چت عده سوال نوشتن خودت میبینی یا من بخونم این؟ من نمیبینم من هم اول من با اجازهتون کوشنر ها رو که دو تا سوال پرسیدن جواب میدم بعد بپردازم به چت تو کوشنر انسر یه کسی به اسم نادر نوشته سوال من درباره پیوند و های فرنگی ساسانیان با دودمان هخامنشی و دیدگاه ها آن زمان در ایران ساسانی نسبت به تاریخ و بقایای هخامنشی سوال بسیار خوبیه آقای نادر همکاران زیادی هم راجبش نوشتن من توصیه میکنم که یه مقاله ای که آقای دکتر رحیم شایگان دارن راجبش بخونید و کلا بخش اول سری ایدیا آو ایرانی که خانم دکتر وستا سرخوش کرتیس و سرا استیوارت ادیت کردن راجبش مقاله مقال خوبی است ولی بحث الان ما نمیپردازه داره بحث 500 سال قبل میکنه و یکی از مشکلات تاریخی دیدن ما و مشکلی که من حالا بهش نپرداختم ولی سلسله دیدن تاریخ ما اینه که به این موضوع توجه نمیکنیم ساسانی 400 خورده ای سال دارن حکومت میکنن و ما نمیتونیم بیام چون خسرو پرویز زمان سلسله ساسانیانه بیایم بخوایم فکر کنیم که مثلا خسرو پرویز ایدئولوژی شبیه اون چیزی داشته که اردشیر بابکان در اولش باشه به با اجازهتون من از اینجا پیشتر نمیرم اون یه بحث جداگانه خوشحال میشم اگه کسی یه روزی دعوت کنه راجع اون موضوع صحبت کنم آیا بیماری های همه گیر که در اواخر دوران انوشیروان همچنین دوران پس از خسرو پرویز پیش آمدن تاثیری اساسی در این اتفاقاتی که رضاخانی توضیح دادن نداشتن آقای بهراد قویم سوال بسیار خوبیه واضحه که شما این تاریخ این دوره رو مطالعه کردین بیماری همگیر حتی در دوره انوشی روانیستن در دوره خود خسرو به نظر میاد که شیرویه قباد دوم پسر خسرو احتمالا از یک نوع وبا مرده به نجی بیماری واگیر اگ، وجود داشتن موضوع اینه که اولا در قالب بیزانس که بیشتر راجبش مدرک داریم و بیشتر از اون که مدرک داشته باشیم بیشتر راجبش مطالعه شده امروزه بحثه جدیدا دو نفر از آشنایان من که شاگردان دانشگاه پرینستون بودن موقع که من اونجا درس میدادم و دکتراشون رو چند وقت پیش تموم کردن یه مقاله مهم می نوشتن که ادعا میکنن کنن که مقدار کشداری که تا اون یوستینیانوس تا اون دوره یوستینیان یوستینیانوس امپراتور روم امپراتور بیزانس ام انجام داده خیلی کمتر از اونه که ما فکر میکردیم یعنی تعداد اونقدری آدم در اون منطقه نموردن در ایران در امپراتور ساسانی موضوع اینه که ما بله مدرک ازش داریم مثلا تا اونه حتی بهش میگن The Plague of Shiroye ولی واقعا تحقیق خوبی انجام نشده که بدونیم واقعا چقدر این تا اون کشدار کرده بیماری پاندمی کشدار کرده و واقعا چه اثری روی سیاست و تغییرات اجتماعی میتونه داشته باشه به نتیجه بله یه عامل مهمی میتونه باشه ولی تحقیق بیشتری احتیاج داره و راستش من هنوز انجام ندادم ان یکی از برنامه های آینده با کمک همون دو تا دوست اینه که شاید من یه, یه،, یه چیزی راجع به تاون چیرویه بنویسم پرسش شاهین آیا می توان گفت که نشان هلال ما آگاهانه از سوی مسلمانان انتخاب شده بوده چون سکه های خسرو پرویز نه شاهان دیگر تا سالها پس از مرگ ظاهرا استفاده میشه منظورتون از سوال متوجه نمیشم شما دارید یه چیزی رو ساجست میکنین که خب پیش اومده بعد میگید آگاهانه انتخاب شده طبیعتا ناآگاه نبودن بله نشان هلال و ماه نشانه که روی سکه های خسرو انوشیروان هم هست روی سکه های خسرو پرویز هم هست قبل از اونم روی سکه های ساسانی بوده و حتی روی سکه های سلسله پرسیس که سلسله هستن که در منطقه فارس قبل از ساسانی ها دارن حکومت میکنن هم وجود داره و خیلی جاهای دیگه و حضورش روی سکه های اسلامی به این بر میگرده که سکه های خسرو پرویز و یزگرد رو عمرای اسلامی دوباره تولید میکنن و خب چون دارن همون سکه ها رو تولید میکنن طبیعتا نشان هلال ما هم نشان هلال ماه و ستاره که الان ما رو پرچم ترکیه میبینیم و کلا با اسلام بیشتر اسوسیتش میکنیم وجود داشته اینی که در یه مرحله مسلمان ها گفته باشن ما اینو میخوایم من ازش اطلاعی ندارم در چه مرحله انتخاب میکنن ولی جایی هم ندیدم که بگن نه مال ساسانی هست ما انتخابش نمی کنیم طبیعتا از رو سکی ساسانی میاد ولی حالا چه کسی داره منظورتون از آگاهان چیه واقعا نمیتم جوابه. خیلی خوبی بهش بدم آقای هومن هومن مور یه چیزی به انگلیسی نمیشن um, in all Arabs and the Sassanian battles it seems that the Sassanians didn't have any financial or military issues they had no problem putting up armies um, much larger than the Arabs um, میگن در جنگ های عرب ها و ساسانی ها به نظر نمیاد که ساسانی ها هیچ مشکل مالی یا نظامی خاصی داشته باشن در هیچ مرحله به نظر نمیاد که مشکلی در این که لشکریان بزرگتر از عربها به میدان بیارن داشته باشن بله دقیقا ما اصلا صد درصد لشکری بزرگتر از عرب ها مسئله اینه که این عرب ها کیان و آیا لشکریان ساسانی که داریم راجبش صحبت صحبت میکنیم همه ایرانی هن مثلا معنیش چیه یعنی آدم ها دارن از کجا میان مردم محلی منطقه بین و و صحرای شام و فلسطین همین قبایل توایف عرب هستن و خب ما میگیم اونایی که میگیم لشکریان ساسانی آیا واقعا آدمایی بودن که یعنی از ایالت فارس اوورده بودنشون داشتن میجنگیدن یا آدمای محلی منطقه بودن درنچه اصلا به نظرم فرق گذاشتن بین دو طرف لشکر که یه ور مثلا ساسانی باشه نظرم فرق عرب اشتباهه ولی به هر حال بخوام بگیم لشکریان امپراتوری و لشکریان در حال فتح بله ساسانی طبیعتا هیچ مشکلی نداشتم و هیچ مشکل مالی صد درصد نداشتم آقای شاهین پرسش میتوان ادعا کرد که مرگ خسرو پرویز ناشی از توطئه مسیحیون در درون درباره, درباره ساسانی که با همکاری بیزانس قصد جلوگیری از سقوط قسطنطنیه را داشتن نه من به نظرم این مسئله درست نیست مسئله قصد جلوگیری از سقوط قسطنطنیه نیست و غیر از یزدین و پسرش ما دلیل نداریم که اینا مسیحی بودن چون مسیحی داخلش هست معنیش نیست که مسیحی ها توتعه کردن به نظر میاد که رئیس توتعه احتمالا اولا که شهر برازه و خود شیرویه به نظرم قضیه رو نباید مذهبی کنیم درباریان صد درصد نمیخواستن قضیه رو ادامه بدن یک سریشون و حالا اینکه اینا ق... دقیقا قصدشون چیه و چرا به نظر من برمیگرده به همونی که وقتی مسلمان ها میان وارد این منطقه میشن کسانی که باشون دیدن میکنن اونایی هستن که حالا تو تواریخ ما بهشون میگن دهخانها یعنی کسانی که دقیقا نظر اقتصادی در حال تولیدن و بیشترین سود رو از این گسترش اقتصادی میبرن و بیشترین ضرر رو از طولانی شدن همچین جنگی میکنن و میخوان زودتر این قضایی های بالانس دوور رود فرات رو به وجود بیارم. به نظر من قضیه فقط خیلی اقتصادیه نه اینقدر مسئله پیوند فرهنگی که این صحب جاله آیا دختری دختر یزگد همسر س... دختر یزگد سوم همسر امام حسین بوده نه فاقیت نداره من یه نظری راجع به ریشه این داستان دارم ولی راستش اجازه بدید اینو نگم اینجا برای که احساس میکنم اگه من اینو بگم اولا کلا بحث از یک گروهی خارج میشه بعدم فایده ای نداره نه این داستان واقعیت نداره شهربانوی دختر یزگر سوم همسر امام حسین وجود داشته می توان گفت خود پرویز در میان مسلمانان طرفدارانی داشته که باعث جنگ های آینده مسلمانان علیه بیزانت شدن من واقعا نمیدونم این از کجا دارید میارید ولی اگه دلیلی دارید برام بنویسید ام، یه نفری که من اسمش کامل نمیتونم بخونم شما در حضور مسلمانان شما حضور مسلمانان در بخش سوریه رو مطرح کردید به این طریق درباره نظر دنگیبسون می شود نظر پیدایش اسلام در شهر پترا در اردن و نه عربستان رو پذیر قربان من یه چیزی که برام واقعا به قول معروف به قول فرنگی ها پازله اینه که چرا نظر دنگیپسون که تاریخدان این منطقه نیست و زبون ها رو نمیخونه مدارک رو نمیشناسه و واقعا یه نظری که نیمه علمی تخیلیه از خودش ارائه کرده انقدر طرفدار پیدا میکنه بعد مثلا نظرات آدمایی که خب خیلی چیزای جالب تری گفتن و حتی حتی از نظر دنگیپس ممکنه حتی یه مقداری کانتروورشال ترم باشه بهش توجه نمیشه حداقل در حالت که تاریخدان ها کتاب دنگیبسون رو جز داستان ها میشمورن نه جز واقعیت ها به نتیجه من فکر نمی کنم اصلا بهش پرداختنش اهمیتی داشته باشه شهر پترای اردن رو اصلا چون خیلی خوشگله ما فکر میکنیم بعد بهش اهمیت دیم شهر پترا خیلی قبل از اسلام عملا دیگه کسی در زندگی نمی کنه به نتیجه من متوجه نمیشم نه من طبیعتا تق... نظریه رو قبول ندارم ولی یه راستش دلخورم از این که چرا دنگیپسون این همه ام, توجه بهش میشه و این همه همکاره ما که بدبخت کتاب و مقاله می کسی حتی اسمشون هم نمیده اتا انزالی انزالی Can you talk a bit more about, what we know about the role of the clerical class in this period? English از روحانیون زرتشتی رو در این مرحله بگیم من میتونم بهتون بگم که ما روحانیون زرتشتیمون رو هنوز نمیشناسیم در این مرحله صد درصد یه طبقه روحانی در اواخر دوره انوشی روان به نظر میاد وجود داشته که این طبقه در همون دوره انوشی روان دارن موقعیت های اداری رو در دست میگیرن یعنی قاضی های محلی میشند و مثلا بازرس های بازار های محلی میشن کسانی میشن که به بازار های محلی سرکشی میکنن و مسئولین در واقع دست گرفتن از ادمان آدم های فقیر و بیخانمان و بقیه به نظر من یه مقدار این سیستم داره از رو سیستم کلیسای مسیحی ساخته میشه ولی مسئله ای که هستش اینه که ما اینا رو به هیچ وجه در پوزیشن های قدرت سطح بالا نمیبینیم اینا به قول معروف کارمند و ارباب رجوع راه بنداز هستند ما هیچ ذکری از یه دونه کشیش قوی یا موبدان موبد قوی زرتشتی چیزی که مثلا اکثرا وقتی حرف زرتشتی دین زرتشتی دوره ساسانی رو میزنی برمیگردن به کردیر که مال قرن سوم میلادیه چیزی مثل کسی مثل کردیر در اواخر دوره ساسانی وجود نداره حالا این معنیش چیه این کاریست که حالا یه پروژه هایی که همکارا و دوستان ما دارن در مشغولش هستن ان در طولانی مدت جواب بده. فقط میتونم بهتون بگم که موبدان موبد قوی یا هیر بده هیر شخصیت بزرگ زرتشتی در این مرحله وجود نداره که ما بتونیم بگیم که این آدم جلوگیری داشته میگرده از تغییرات می تواند چه گرفت که پس از سقوط حکومت ساسانی قوام یک بار جگه باستانی حکومت به دست حکومت های پس از ساسانی نرسید و شاید این علتی برای بی ممتد ایران شد تا آنجا که برای نمونه مغولان تقریبا همه شهرهای خراسان را از صحنه تاریخ حذف کردن به نظر میاد که شما اینجا یه نتیجه رو گرفتید و دارید میخواید از من بخوا... که در, در واقع دارید سوال رو جوری مطرح میکنه که من یا باید تایید کنم یا نه نتیجه رو قبول ندارم و چارچوبش رو هم قبول ندارم که منظور از قوام و یک پارچگی باستانی حکومت دقیقا چیه بعد ربط موغولا و شهرهای خراسان رو نمیگم اینو بعد بیشتر صحبتش رو بکنیم آقای مهدی تو مقالتون گفته بودید که تسلط ایرانی ها بر شام تجارت عربستان با شام رو دچار اختلال کرد چرا به دلیل بی‌نظمی بعد از جنگ یا اینکه حکام محلی ساسانی مشکلی با تجارت با عرب و حجاز داشتن نه برای اینکه بر مبنای مقاله از خانم دکتر پاتریشا کرونه من این حرف رو زدم که دلیل اصلی تجار... یعنی آیتم اصلی تجارت منطقه حجاز و خب در واقع حجاز راه راه تجاری یمن با شام رو فروختن چرم به بیزانسی ها میدونه و به نظر میاد که ساسانی ها خریدار این چرم نیستن بلنچه من دلیل صحبتم این بود که به نظر نمیاد که این خط تجاری رو بعد از اینکه که ساسانی ها قدرت رو در این منطقه در دست میگیرند وجود داشته باشه Thanks استاد I hope Thank you very much Uh, this is Nahi Tavasuli. It's nice to be here and listen to your lecture. Thank you very much. Uh, nice to have you here and thank you for um, taking the time. Um, یه سوال دیگه دوباره پرسیده بودن درباره حمله عرب که فرمودید بیشتر ارتش اینا از عرب شمال نزدیک سوریه بودن پس نقش افرادی از صدرستان مثل سعد بن عبدالقاس و خالد در این نبردها چه بوده ها میتوان گفت در برخی از نبردها منظم کردن ارتش های محلی عرب رو مسلمانان صدرستان و انجام دادن به نوعی از شرایط خاص منطقه استفاده برده باشن ببینید اینا سوالاییه که واقعا جواب درستابی نمیشه داد برای اینکه خب اینی که اصلا سعد و خاله در این نبردها حضور داشته باشن مال همون تاریخ نویسان 300 سال بعد و اینکه آیا واقعا سعد, سعد و خاله در این نبردها ها بودند یا اینکه بعدها به عنوان یه جورایی نمونه جنرال های موفق عرب در جاهای مختلف گذاشته شدند این یه سوال بله من سواله من جواب اولم به این سواله که اول بیام ثابت کنیم که آیا سعد و خالدی بودن ولی اگه بعدش بودن آره میشه بگیم که کسانی که دارن سعی میکنن مدیریت کنن این جنگ کاره. ولی من فکر نمی کنم فکر میکنم مرحله اول این جنگ ها کاملا داره به صورت محلی انجام میشه و وارلورد های محلی در واقع دارن اینو منج میکنن نه کسانی که از جای دیگه اومدن علی رضا قادری گفتن آیا اطلاعی از ارتباط عرب محلی به نهرین با عرب منطقه اجازه داریم آیا به معنای هویت مستقل منطقه اطرافشون داشتن بله اطلاعات خوبی داریم من توصیه می کنم دو تا کتاب رو که در از چند سال گذشته نوشته شدن بخونید یکی کتاب Between Empires نوشته ای آقای گرگ فیشر که به خصوص راجب عرب تحت حکومت ساسانی ها یعنی لخمی ها و قسانی های بیزانسی هستند کار کرده و عربی که در این منطقه بین این دوتا و در چه جزیره عربستان هستند که خب جالبه یک کتاب قدیمی تری هم در ازم اینجا بشه اضافه کنم عربی and Arabs from the Bronze Age to the Coming of نوشته ی رابرت هویلند که اونم به نظرم کتاب بسیار خوبیه ولی کتاب دومی دو که میخواستم در اصل توصیه کنم یک کتابی که همین دو سال دو سال پیش یک از دوستامون به اسم پیتر وب نوشته به اسم اسم کتاب پیتر رو یادم رفت عرب Remembering عربز یه چیزی بخش من الان یه لحظه از ذهنم رفته اسم کتاب پیتر پیتر ویب ای بی بی بی. بی. یه نفر گوگل کنه احتمالاً پیدا میکنید کتابو جلد آبی همه چیزی یادم ببخشید من از ذهنم رفته بیرون اسم کتاب یادم درست نمیاد این که دوباره بخونیم به نظر من این سوالو خیلی خوب جواب میده بله مقدار زیادی imagining دا. the arabs arab identity and the rise of islam thank you imagining the arabs ام، این این کتابو بخونیم من دو سه سال پیش یه دونه سخنرانی به زبون فارسی دادم در مورد اعراب در حاشیه حکومت ساسانی که یه مقدار نتایج این دو تا کتاب رو البته قبل از این بود که کتاب پیتر وب در بیاد یه جورایی راجع نتایج نتایجش صحبت کردم اونم اگه میخواین احتمالا توی اینترنت اگه گوگل کنین اسم منو با اعراب و ساسانیانی هم کاری بکنین احتمالا ویدیوش میاد ولی بله اتفاقا اطلاعات خوبی داریم و مقدار زیادی از این نتایج نتیجه گیری های من هم بر مبنای این اطلاعات زیادی که داریم در مورد عرب محلی بنو نهرین، عرب منطقه هجاز، عرب شام پیدا می کنیم برای اینکه در از چند سال گذشته اتفاق خیلی بزرگی که افتاده اینه که مقدار زیادی نوشته های سنگ نوشته نه سنگ نوشته های رسمی مثل کتیبه های پادشاهی ساسانی بلکه مثلا اینی که یه نفری بایدی که سنگ یا چوب یا میخ یا چیزی وردشون روی سنگ فقط کلمه کنده در سراسر شبه جزیره عربستان و سوریه پیدا کردیم و الان مقدار زیادی مدارک نوشتاری از این دوره که همشون لزوما ارزش تاریخی مستقیم ندارن ولی یه مقداری راجب ساختار اجتماعی عرب در قرنای پنجم و ششم و هفتم به ما اطلاعات میده که یه مقداری نگاهمون رو تغییر میده یک سوال دیگه ای در ام... باسخ هست بله خیلی ممنونم پاسخ سوالات می‌خواستم چه یک سوال دیگه بپرسم در مورد اینکه بلافاصله انوش روان که اصلاحات نظامی انجام دادن در زمان هر دو پاچه بعدی دو شخصیت نظامی بر علیه حکومت مرکزی اقدام می‌کنن درست میکنین توضیح ابزرویشن جالبیه و خیلی راجع بهش هم صحبت شده بله هرمز چهارم رو هرمز چهارم رو سردارش بهرام چوبینه بر علیش میشوره و به نظر میاد که خسرو پرویز هم یکی از عوامل اصلی سقوطش شهر براز باشه اینو بذارید راجب یه دو, دو یه سری دیگر یا آقای محمد پوری که کسی دیگه ازشون خواهش کنم یه دفعه در مورد یه چیزی بذارن این به نظرم از حوصله این بحث خارجه مسئله انقدر نظامی بودن قضیه نیست که هست تا یه حدی این موفقیت اقتصادی ساسانیا باعث شده که ساسانیا یک لشکری داشته باشن که در واقع دائمی باشه و خب رؤسای این لشکر میتونن یه نقشای سیاسی نظامی داشته باشن ولی به نظر من از این قضیه فراتر میره و به ساختار اجتماعی طبقات حکومتیر ساسانی میپردازه و به چه اگه اجازه بدید این رو در جای دیگه ای راجبش جزیات خب دو تا دست اینجا بالا هست آقای بهنام و آقای نادر من میکروفونشون رو باز میکنم آقای آقای بهرام و که سوال اگه میخوان بپرسن بپرسن سلام شب بخیر من بهرام خوب منم خوب میشناسه خدا خودش سوال در میخوام یکم بحثی که خودش توضیح داد و باز کنه در رابطه توی حیات یقه خسرو پرویز رو گرفتن با توجه به اینکه اه... احتمالا اگه اشتباه نکنم در همون زمان هراکلیوس در دست جرد بوده و و قبل از اون هم عملیات های اطلاعاتی بسیار موفقی و برای ایران انجام داده بوده خب اینجا یه مثلث هراکلیوس و و شهر براست که احتمالا تو شام یا یک جایی توی آناتولی بوده و به همراه شیرویه اینجا این داینامیک قضیه چجوری بوده یعنی وسط یزدین خبر می برده می آورده و بعد به طور مشخص اگه ما می دونیم که یقش رو گرفتن توی حیات کی گرفته خبر داریم می دونیم اونای کی متشکرم من ارزی ندارم ببخشید این صحبتی که ما مدت ها کردیم میتونستم خصوصی بپرسم برای ترجیح اینجا بپرسم که یکم بحث باز بشه به مرسی که سوال پرسید داشتم راجع به شخصی که یقشو گرفته داشتم نگاه می‌کردم کتابه هستم همین راجع میگم یه میگم تو همینجا هم اسخای میکنم تاریخ و خارج از مورخین حرف میزنم. نه خیلی خیلی ممنون از سوالت ببین داریم به داریم به این اینجا میپردازیم که یه مقداری کار بیشتری از اینجا میبره ببین میدونی که گفتم فکر کنم چند دفعه توصیه کردم که نوشته های هاورد جانستون به این موضوع بخونی به خصوصی یه مقاله که ام، ام، ام یه کتابش اصلا داره در میاد تا یکی دو ماه دیگه ببین به نظرم داینامیکش اینه که بله هرکلیوس الان تا... من یه چیه کناورمی باید واس کنم که به نظرم خیلی قضیه سعی کردم این رو باز نکنم ولی بذار بهش فقط اشاره کنم ما دو تا جبهه جنگی داریم یه جبهه جنگ شمال داریم که تقریبا همه مدارک سوریانی رومی دارن به اون جبهه جنگ شمال میپردازن یعنی جبهه‌ای که نگاهش از به فتوحات نگاه از نصیبین به الروها از الروها به کنار دریا منطقه انتاکیه بعد حالا از خود نصیبین از الروها هم یه سری به طرف شمال به طرف قیصریه و قسطنطنیه و یه سری از انتاکیه به طرف جنوب به طرف همس و دمشق و اورشلیم و مصر میره ولی نگاهش اگر نقشه نگاه کنی نگاهش به طرف شمال فرات و بعد از شمال فرات از کنار دریا اومدن به پایینه یه دونه جبهه دیگه ای داریم که در واقع جبهه جنگ جنوبه جبهه جنگ از هیره به صحرای شام و به بازم به فلسطینه و این به نظر من دلیل ساختار تا یه حدی ساختار سیاسی و اداری ساسانی هاست جنوب محدوده استان نیمروز ساسانی هاست شمال استان خوارهوران استان غربی ساسانی هاست و مدارک به نسبت اینکه از کجا دارن میان دارن دو تا روایت جداگانه رو ارائه میدن و روایت منطقه شمال داینامیکش فرق میکنه یعنی عملا از اوایل جنگ ساسانی هیچ وقت به منطقه شمال اونقدری که به منطقه جنوب کنترل دارن ندارند و منطقه شمال همیشه مشکل زاز چون دو سه سری خود شد این راه شرق و غرب و میاد میره و من این سری هم مطرح کردم که کنترل ساسانی روی آناتولی خیلی قوی نیست برای اینکه هیچ جنرال نظامی که هراکلیوس باشه نمیاد عقبش رو باز بذاره و راه برگشتش به مرکز خودش رو ام ام به خطر بیاندازه به اگر هرکلیوس از قسطنطنیه اومده شرق از قیصریه گذشته اومده به طرف میافارغین اومده به طرف آذربایجان اومده به طرف ارمنستان و از اون طرف داره حمله میکنه یعنی مطمئنه اینه که اگر کار این اتفاقات درست نیفته همین راه هم میتونه برگرده یعنی اینکه ساسانیا به این راحتی به این منطقه کنترل ندارند، و احتمالا اون میتینگی که با شهر برازم داره میتینگی که داره سعی میکنه مطمئن شه که شهر برازم حمله نمیکنه بره به طرف دریای سیاه و راه برگشتش رو ببنده به نتیجه داینامیکش به نظر من اینه که از طرف شمال داره فشار میاد از طریق هرکلیوس اینجا هرکلیوس موفقه داره از طرف شمال فشار رو میاره یعنی داره به کسانی که در داخل دستگاه ساسانی میتونن عامل کودتا باشن میگه که ببینید من امکان اینو دارم که این جنگ رو ادامه بدم ممکنه موفق نباشم ولی حداقل میتونم اذیتتون کنم و حداقل به خاطر از در نینوا میمونه مطمئن میشه خسرو برویز کشته میشه بعد بلافاصله برمیگرده قسطنطنیه یعنی بعد از از نینوا میره سعی نمیکنه بیاد سوریه رو بگیره سعی نمیکنه بیاد فلسطین رو بگیره مستقیما برمیگرده قسطنطنیه یعنی یه بره این مثلث مثلث هرکلیوس و قدرت نظامیش از اونم کاملا بی قدرت نیست یه طرف مسئله دیگه اینه که به هر دلیل هرکلیوس تونسته پشتیبانی شهر براز رو برای خودش بخره و یه طرف دیگه احتمالا اشتباهات خود خسرو پرویزه یه سری اینجا عوامل گم شده داریم چون وقتی که دارن خسرو پرویز رو میکشن دو تا اتفاق میفته یزدین کشته شده یزدین خزانه دارش کشته شده پسر یزدین میخواد انتقام رو بگیره بعد پسر مرزبان نیم، مر، پادوسبان نیمروز هم کشته شده یعنی یه مرحله ما مدرک فعلا نداریم چیزی پیدا نکردیم یه موقعی احتمالاً طرفای 625 626 یه اتفاق ساختاری تو دستگاه نظامی اداری ساسانی داره میفته که باعث میشه که یه سری آدم ها رو خسرو پرویز هست کنه در جواب اون سوالی برمیگرده به سوالی که داریوش کرد شاید خسرو پرویز داره حس میکنه که یه همچین توطئه و دستیس بر علیهش هست و احتمالا همون ت... توصیه که من بهش میکنم و خودش هم بهش فکر کرده داره ف... سعی میکنه عاملان این دستیسه رو این ببره ولی خب موفق نیست اینه که چه کسی خیرشو میگیره به نظر میاد دو نفر از درباریانن چون بعد از اینکه خیرشو میگیرن میبرنش تو خونه یکی از درباریا زندانیش میکنن و از همونجا هم که بهش نامه نگاری میکنن الان رو یادم رفته ولی تو کتابش روی دادنامه خوزستان نوشته یه ورژن عجیب اسمش رو هم تو تبری نوشته میگم یه نظر زیادی جزئیات ولی امیدوارم سوالاتو تا حدی حداقل جواب ده. یه دست بالاست آقای نادر دستش بالاست نمیدونم باز میکنم میکروفون اگه هنوز دارن بپرسن یه سوال هم توی پرسش سلام. سلام سلام صدای من به خیلی ممنونی دکتر من یه سوالی ازتون پرسیدم توی کیو اند ایج جواب دادید که مربوط خیلی به این بحث نمیشه یه چند تا مقاله هم ارجاع دادید من یه نگاه همطور همینطوری کردم پیداشون نکردم ممنون من من میشم اگه تایتل دقیق مقاله آقای شایگان و با... آیدیا فیران بگیم ولی من یه بستی میخواستم همون سوالم اگر اجازه بدید بدم فرمودید که رب پیدا نمیکنه به, غ... به بحث امروز ما من فکر که یک مقداری اون نگاه ساسانیان به هخامنش یا شاید رب پیدا بکنه به اون ایرانیتی که حالا توی اون دو قرن سکودی که دکتر زرین کوبس به میذارن یا همین شرایطی که شما در موردش صحبت میکنید و ریولت های بعدی که اتفاق میفته توی کل این فلات ایران با زمینه ایرانیت حالا اون چیزی که ما تو تاریخ ازش خوندیم شاید رب پیدا بکنم به اون نگاهی که ساسانی ها داشتن نسبت وقتی که به, به حقامنشیان مثلا وقتی که نگاه میکنیم به نام های پادشان ساسانی یا افرادی که مهم بودن تو دربار چندان نشانه نمیبینیم که اینها مثلا براشون اسامی حقامنشی مهم بوده باشه حالا به جز اردشیر شاید یا سکه هایی که اینها ضرب کردن درسته که یه تغییری نسبت از اشکانیان به این سمت توی ظاهر سکه ها اینا میبینیم اما بازم به نظر میاد حداقل چندان تاریخی نشانه ای نیست که ببینیم ما اینها خودشون رو آنچنان تاریخ هخامنشی براشون اشمن باشه یا حتی اصلا آشنا بدونن که مثلا بقایای پاسارگاد یا مثلا بقایای پارس کی هست یا اصلا نمیدونم شاید حالا توی اسنادی وجود داشته باشه که در این مورد صحبت کرده باشم بیشتر سوالم در این رابطه بود ببخشید من خواهش میکنم من من متوجه دقیقا نمیشم هدفتون رو از سوال به نظر میاد که شما دارید میگید که ساسانی ها خاطره از هخامنشیان نداشتند <متحد> <متحد> کسی کسی از این کسی ما, ما, من با این موضوع مخالف نیستم به نتیجه منم فکر می کنم که ساسانیات به خصوص در اواخر دوره ساسانی یعنی در دوران خسرو پرویز خاطری دوره از دوره اخامنشی ندارن به نتیجه مخالفت با تو ندارم حالا میخواد راجع به اینکه دقیقا دانشمندان دیگه راجع به موضوع در اوایل دوره ساسانی چون بحث اینه که آیا خو... اردشیر بابکان با از یه خبر داره یا اینکه در این راجب 450 سال بعد و 420 سال بعد و خسرو پرویز صحبت میکنیم در دور دور ساسانی من بهتون پیشنهاد میکنم که یه مقاله رو بخونید که همه رفرنس هم توش از خودش هم راجع به موضوع صحبت میکنه Technologies of Memory in Early Sasanian Iran نوشته متیو کنیپا uh, C A N E P A متیو uh, کنیپا اینو بخونین هم مقاله خودش در این مورد همین که تمام ارجاعات به همه مقاله دیگه که راجع به موضوع نوشته شده توی بیبلیوگرافیش هست توصیه میکنم اینو بخونین ولی اینم هم همونجوری که عرض کردم در مورد دو دوره ساسانی اینی که اواخر دوره ساسانی کسی خاطری از دوره هخامنشی نداشته باشه من با هیچ مشکلی ندارم ولی ربطش رو لزوما به ایرانیت نمیبینم و امیدوارم در زم درست بیان کرده باشم که من با نظر آقای دکتر زردین کوب موافق نیستم و تا اونجا که متوجه میشم خود آقای دکتر کوب هم در اواخر عمرشون با نظر خودشون زاویه پیدا کردن به نتیجه یه مسئله که اصلا به یه چیز دیگه ای می درست آقای نایه پور نوشتن ممکن است نظری خودتان را در مورد ساختن روایت جلی فتح که نقد کردید بیشتر توضیح دهید آنطور که فهمیدم گفتید این پروژه در جل تاریخ بود در پیش بر پیش برد یعنی این تاریخ نگاری بود در جانب روایت ب... 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 ببینید استفاده از کلمات خیلی مهمه آدم نمیتونه کلمات رو همینجوری استفاده کنه و بگه منظور شما همین بوده من از کلمه جل استفاده نکردم جل نشونه این که یه نفری میخواد به قصد چیزی رو عوض کنه که روایت دیگه ای ارائه بده بنده یه دفعه نگفتم جل بعد شما اینجا در زم به صدام صد و توجیه جنگ از روایت مجعول گفتید برنچه توصیه میکنم سوال رو جوری مطرح نکنید که جواب دهنده رو در موقعیتی بذارید که بخواد سوال رو مدلی که شما میخواین جواب بده من راجب به جل صحبت نکردم من راجع به شکلگیری روایت صحبت کردم طبیعتا روایتی که 300 سال بعد از از, از یک واقعی نوشته میشه و داره قضیه رو از دید نتیجه نگاه میکنه وقایع رو جوری تعریف میکنه که اون نتایج رو بهش معنی بده معنی کسی که داره این کار کارو میکنه منظورش این نیستش که بیاد بگه همه داریم همه اینه که من دارم میگم دروغ دارم میسازم برای که دو نفر دیگه بودن که میگم که داریم میگی دروغه و طبیعتا اقبال نوشته های و تبری رو پیدا نمیگرده اون یه پروسه تاریخ نگاریه که توصیه میکنم که کتاب اسلامیک استوریوگرافی آقای چیس رابینسون رو راجبش بخونید که در مورد شکلگیری روایت ها و الان هم جدیدن کتاب آقای شان انتونی راجب زندگی محمد رو بخونید که راجب این که چجوری روایت زندگی پیغمبر اسلام بعدها در سیره ها و بعد در تواریخ شکل داده شده و پروسه تاریخنگاری اسلامی رو از این طریق متوجه شید ام، کسی دستور نداده بوده نه من نگفتم این پروژه جعل بوده نگفتم که کسی دستور داده خلیفه دستور داده بوده برای تاریخ نگاری جعلی نه چیزی خود سه تا سوال دیگه تو بخش پرسش و پاسخ هست و آقای هومن هم دستش بالاست که توی به ترتیب میریم جلو بعد میرسیم با آقای هومن ولی دیگه دیگه یواش یواش شروع کنیم دیگه فکر ت... کنم صدای منو همه دیگه گوش هم... همه درد گرفته بلافاصله بعد از دوره انوشیروان که اصلاحات نظامی انجام شد در زمان هر دو پاچه بعدی اون که توضیح داد بهترین شاه ساسانی از نظر شما الان ربطش به این بحث چه قربان بهترین شاه ساسانی از چه نظر یعنی مثلا زیباترین شاه ساسانی من منظورم من بهترین رو چه جوری تعریف میکنه شاه ساسانی ساسانی شاه بودم مردم من با هیچ به هیچ کدومشون علاقه قلبی ندارم در کتاب دکتر کاوه فرخ خسرو پرویز بیشتر شبیه به مردم شمال اروپا نقاشی شده آیا از مشخصات ظاهری این شاه ساسانی مدرکی است که نشان بده چشم و موی روشن داشته اولا که قسمت اولش از دکتر کاوه فرخ بپرسید قسمت دوم هم که نه ما نقاشی از خوش و پرویز نداریم یک روایتی هست اگر اشتباه نکنم در کتاب همزه اسفحانیه که یک ادعا میکنه که کتابی رو دیده که درش نقش همه شاهان ساسانی نقاشی شده بوده ولی هم وصف همزه نمیده الان یه لحظه شکم که همزه است یا همزه باید باشه نه وصف همزه و نه کلا خود کتاب به نظر میاد که منظور صورت ظاهریشون باشه بیشتر به لباساشون میپردازه رنگ لباسا رو خیلی دقیقا میگه میگه چه شلواری پوشیدن لباساشون چه شلواری بوده یا اگه چیزی مثل یک شنل رو کلشون بوده چه رنگی بوده برلنچف نه من جز وصف ظاهری ازشون نمیشناسم برها بعید میدونم شبیه مردم شمال اروپا بوده باشه چون اهل شمال اروپا نبوده اهل بغداد اهل تیسفون بوده اه آقای بهراد قوان قویم گفتن جناب خانی آیا این فتوات قابل مقاسم با نوشتن خدای میتونه می باشه که از دوران اشکانی گذشتم از فتوات از دوره ساقوت سراسر تا یک بار چکیه. به بخش من سوالتون متوجه آیا این تاریخ فوتوات قابل مقایسه با نوشتن خداینامه میتواند می تواند باشد که در آن از دوران اشکانی گذشتند و از فوتوات از دوره سقوط ساسانیان تا یک پارچگی حکومت اسلامی گذشتند اه من آها منظور که چرا در خداینامه تاریخ اشکانی ما که خداینامه رو در دست نداریم یعنی چه نمی تاریخ اشکانی دوش هست یا نه ولی نه یه همچین پروسه ای نیست فوت... از کسی از فوتوهات نگذشت اتفاقا دوره فوتوهات رو خیلی دقیق توضیح دادن سقوط ساسانیان هم توضیح دادن من نمیبینم در تاریخ فتوهات چیزی جا افتاده باشه اتفاقا زیادی کامله به, به نسبت اینکه داره 300 سال بعد 250 سال 300 سال بعد نوشته میشه آدم میمونه که اینا دقیقا از کجا این جزئیات رو میدونستن اگه تصور کنیم که جزئیات رو واقعا از مدارک اولیه پیدا کردن خب خیلی ایمپرسیوه واقعا مقدار زیادی تاریخ داریم ازش اگرم نمیدونستن و وصف کردن زیادی وصف کردن به نتیجه نه من هیچ شباهتی بین این دوتا نمیبینم یه چیزی بهتون بگم من این چیزی که اینجا فرصت نکردم بگم و خب فرصت نبود بگم یه بررسی یه ذره انتقادی مدارک بود که خودش برای خودش مسئله بسیار مهمیه یکی از چیزهایی که ما به طور سنتی تمام این وقایع رو از مدارک نوشتاری یعنی از تاریخ هایی که در, در، تواریخی که در دست داریم نراتیو سورسز صحبت می معنی هم میده که مثلا چرا کسی مثل آقای دکتر عبدالحسین زرینکوب کوب نتایجی رو میگیرن که گرفتن ایشون توجه کنید آقای دکتر زروین کوب مورخ یا یعنی تاریخدان نیستن متخصص ادبیات بودن یعنی کارشون با متناست کارشون با تاریخ که نوشته شده حالا تبری و بلعمی و بقیه ام و یه مسئله که هستش اینه که مقدار زیادی از نتایجی که ما امروزه میتونیم بهش فکر کنیم و به دست بیاریم اینه که ما داریم به مدارک غیر روایی توجه میکنیم دو سه تا اشاره های کوچیک کردم ولی چیزایی مثل سکه ها مثل همون سنگ نوشته ها و بعد مدارک روایی که لزوما بهشون توجه نمیشه چون انقدر این رشته ها توی چارچوب های انقدر این مدارک توی چارچوب رشته های تعریف شده قرار گرفتن من یه مقدار دیشب در مورد شکلگیری رشته تاریخ صحبت کردم انقدر در چارچوب رشته های دانشگاهی تعریف شدن که خب مثلا مدارکی که به زبانهای دیگه بودن بهشون توجه نمی شده و خب در عرض ده پونزه بیس سال گذشته اتفاقی که افتاده اینه که ما به مدارک زبانه سوریانی و ارمنی و گورجی و بقیه چیزها شروع کردیم نگاه کردن و خب الان یه دفعه ما میبینیم که مقدار زیادی مدرک سوریانی داریم همون کتاب رویدادنامه بینام موسوم به رویدادنامه خوزستانی که من و آقای امیری باوندپور چاپ کردیم یکی از این مداره که مدرک سوریانی که همیشه بوده و یه روایت کاملی از بخشی از فوتوات ارائه میده که خب طبیعتا کسی بهش توجه نکرده بوده به نتیجه یه مقداری باید توجه کنیم که این اه, تاریخ نگاری که ما نداریم اینه که در دا دار... واقع بعضی جاها داریم فقط بهش توجه نکردیم تاریخ ارمنی سبوس خیلی دیتیل های جالبی راجع به این موضوع میده بعد مدارک خورد ریزه داریم شبیه مثلا موعظه های کلیسایی کشیش هایی که همزمان این اتفاقات داشتن زندگی میکردن و اومدن مثلا روز یه شنبه جله جمع گفتن که این بعد وقتی که سرمون اومد که فلان جا رو فتح کردن مثلا چجوری باش برخورد کنیم یعنی مدارکمون فقط به مدارک روایی که به طور سنتی بهش توجه میکردن محدود نیست ما در دلیل اینکه بنده اینجا جلو شما نشستم و میتونم چهار کلمه حرف جدید بزنم اینه که ما در در 15 سال گذشته به تعداد زیادی مدارکی که قبلا بهش توجه نمیشده دسترسی پیدا کردیم هم از مدارک نوشتاری روایی غیر عربی و فارسی و زبانهایی که عادت بهشون داریم مثل سوریانی و گرجی و ارمنی هم به مدارکی که قبلا ب... به عنوان مدارک تاریخی نمیشناختیمشون سکه شناسی و کتیب شناسی و شناسی و باستان شناسی و علوبت بلنچه من فکر نمی کنم تاریخی ذکرش شد و ما تاریخ فنز کافی از این دوره داریم تحلیل تاریخی ازش نکردیم و من امیدوارم که به اندازه یه دونه بخشی از این پازل بتونم این کار رو انجام بدم بقیه هم که بقیه هم خب خیلی ممنون خدا داد آقای میکروفون آقای هومن مرادمن رو من باز میکنم که اگه سالشون هنوز باقی است سوالشون رو بپرسن و آخرین سوال ماست لطفا خلاصه بپرسید که بتونیم زودتر ببندیم جلسه رو خیلی ممنون بله خیلی ممنون خسته نباشید آقای دکتر رضاخانی من یه سوالی داشتم در مورد همین بره زمانی که شما در مورد ساسانیان صحبت میکنید در اون موقع اینجوری که به نظر میاد ترک ها از دو طرف دریای خزر هممرز امپراتوری ساسانی بودند و در این جنگ خسرو پرویزی که شما میگید قوم خزر ظاهرا با امپراتوری ساسانی ابتدا یک الائنسی داشته ولی بعدا اینجوری که ویکی پیدیا به من میگه حالا نمیدونم ش... شاید که که از همکارهای شما می نویسن و ریلایبل هست ولی اتفاقی که میفته هراکلیوس موفق میشه که این اتحاد بشکنه و باهاشون متحد میشه و گفته میشه که اینها همراه با جنرال های به که مخالف جنرال های ایرانی که مخالف یا گروه ایرانی که مخالف خسرو پرویز بودن میان تا تیسفون من نظر شما رو راجع به این مسئله میخواستم ببینم و بدونم که این تا چه, تا چه حد اهمیت داره و اینها چقدر بزرگ بودن و کلا در همین رابطه اگر کامنتی دارید ممنون میشم قربان در واقع سوال شما سوال نیست در واقع درخواست و مطرح کردن یه مرحله جدیده و یه سخنرانی کلا جدیده بهتون در حال حاضر برای اینکه جواب کامل بتونم بهتون بدم ارجایتون میدم به دو تا فصل آخر کتاب من کتابم Reorienting the Sassanians is Iran and Late Antibiotic که من دقیقا به این مسئله پرداختم برای قسمت خزرش ارجاعتون میدم به مقاله جیمز هاوارد جانسون در شماره سال 2019 جورنال رس است که فکر کنم شماره 26 یا 7 باید باشه خواهدتا که اونجا در مورد قسمت ارتباط اون کسانی که دارن از ماورای قفقاز میان به کمپلای هرکلیوس نوشته و جزییات اونجا داده من فقط یه یه دونه قسمت از این سوال شما رو جواب بدم گفتی ترک ها موضوع اینه که این اسم افنیک در این مرحله غلط اندازه اولا که ما هیچ دلیلی نداریم کسانی که در ماورای قفقاز دارن میان خزره احتمالا این اشتباه تاریخ نگاران بعدیه که به اینها میگن خزر برای اینکه در اون موقع چون خزر رو حضور دارن همونجور که فردوسی به هر کسی که از شرق میاد میگه چینی اینا به هر کسی که از ماوره قفقاز اون منطقه میمده میگفتن خزر به نظر میاد که این کسانی که دارن میان الان باشن نه خزر <applause> حالا این،, این, این, دعوایی که هم, هم هاور جانسون راجع به صحبت کرده هم بسیاری کسان دیگه از جمله آقای والتر کیگی بعد وقتی داریم راجع به ترک ها صحبت میکنیم بعد اینجا متوجه باشیم که منظور از اینجا به طور سپسیفیک نه اقوام ترک زبانی است که بعدها میبینیم و حضورشون در این منطقه به صورت گسترده برمیگرده به اوایل دوره اسلامی برمیگرده به موقعیتی که با عباسی ها میان و در منطقه بغداد ساکن میشن و در این مرحله وقتی داریم راجع به ترک صحبت میکنیم داریم به خیلی محدودتری صحبت میکنیم داریم راجع به قبیله ترک و حکومت امپراتوری ترک غربی صحبت میکنه و حکومت امپراتوری ترک غربی در این مرحله بسیار در آسیای مرکزی تضعیف شده در این مرحله در حال از بین رفتن هست امپراتوری ترک غربی و به زودی یه دونه حکومت دیگه به اسم ترگش و در یه مرحله بعدتر هم حکومت اولیه اویغورها جاشون رو میگیره و بعدم چینی ها جاشون رو میگیره به نتیجه بعد مواظب باشیم که دقیقا داریم در اینجا راجع به کدوم ترک صحبت می‌کنیم داریم راجع به گوکتورک ها صحبت می‌کنیم و من فکر نمی‌کنم که در این مرحله گوکتورک ها 20 سال قبل داشتن در دوران دقیقا اون تغییرات اواخر دوره خسرو روان و ترانزیشن به دوره هرمز چهارم و اتفاقاتی که در دوره بهرام چوبین میفته ربط دقیقی به ترکای غربی داری. ولی در دورانی که خسرو پرویز داره از حکومت میفته دیگه این قدرت در شرق وجود نداره همینجوری در حال اصلا شما راجع به ببخشید راجع به خاقانیان غرب دارید صحبت میکنید درسته که سقدیان رو منطقه سقدیان رو تحت تصرف داشتن بله های وسترن درست ترک بله بله. در این مرحله وسترن ترک امپایر قدرتی کم قدرتتر از اینه و شرایط آسیای مرکزی اصلا شرایطی نیست که اینا به هیچ صورتی بتونن در افری که داره در غرب اتفاق میفته دخالتی بکنن اونایی هم از ماورای قفقاز میان احتمالا خزر نیستن, نیستن. خیلی ممنون جزیاتش هم, هم که عرض کردم بله. تو دو تا چپتر آخر کتاب من و به خصوص مقاله آقای ها هاور جانسون نگاه کنید چون دقیقا راجع به همین مسئله و راجع به ارتباطات ماورای قفقاز و فتوحات هرکلیوس در 627 و خب خیلی ممنونم وقت ما کما بیش رو به اتمام یک ساعت و 49 دقیقه صحبت کرد و خیلی عالی بود دست درد نکن خدا داد من بعد اینکه خورده ای انبساط خاطر پیدا کنیم بگم که کیفیت اون عکسی که پشت سر خدا داده از تاق کسرا خیلی از کیفیت عکس خودش بیشتره انگار خدا داد خودش خیلی باستانی تر از اون عکس به نظر میرسه چون یه عکس خیلی قدیمی اینجاست خیلی استفاده کردیم من همینجا اعلام کنم به دوستان که این صحبت در فیسبوک من موجوده و همچنین در کانال یوتیوب منم آپلود خواهد شد اگر برید روی یوتیوب و اسم خداداد رو به فارسی سرچ بزنید تا یه بیست نیم ساعت دیگه کل صحبت آنلاین خواهد بود در چون دوستانی که حاضر نیستن حاضر نبودن یا امکان وصل شدن نداشتن میتونن بعدا کل صحبت رو بشنوند خیلی تشکر میکنم از خداداد به خاطر وقتی که در اختیار ما قرار داد و از همه دوستانی که در پرسش پاسخ حضور گرم جدی و مختنمی داشتن و ساله خیلی خوبی پرسیدن همه شما رو خدا میسپارم خدا حافظ همگی مرسی داریش جان تا بعدا صحبت کنیم خیلی ممنون از اینکه شما هم وقت گذاشتی و این برنامه رو اجرا کردید خدا حافظ شب بخیر